بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز جمعه هفتم اسفند ماه 1394 و برابر است با 26 ماه فوریه سال 2016 میلادی. در ایران انتخابات بود، احتمالا دیگه الان دارن میبندن و تعطیل میشن و از این طرف اونها میگفتن خیلی ها اومدن، از این طرف اینها میگفتن هیچ کس نیومده. شما چه کسی رو میتونید باور کنید؟ لطف کنید به ما هم خبر بدید تا خبرها رو از اونجا براتون بخونیم و گزارش بدیم. در هر صورت اجازه بدید برنامه امروز رو که من از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک شرق آمریکا تا 3 بعد از ظهر با شما هستم شروع کنیم و پس از اون با آقای کاظم، دکتر کاظم افشارها خواهیم بود. لطف کنید برای آقای افشارها با ایمیل خودشون و با شماره تلفنشون تماس بگیرید. ایشون فیسبوک ندارن و نمیخوان و روی فیسبوک ما میتونید کامنت بذارید ولی کامنت ها به ایشون نمیرسه. این اگر میخواین که با خود ایشون صحبت کنید یا نظرتون رو به ایشون منتقل کنید از طریق ایمیل و تلفن. اون رو هم دو بار در حین برنامهشون نشون میدم. کسی که میخواد یک کار رو انجام بده یک کاغذ قلمی داشته باشه یادداشت کنه. و اما اول برنامه اجازه بدید تشکر کنم از خانم نایر که لطف کردن و یه اشتباهی رو که من اون روز اشتباه لپی میگن اینجا تایپا هم میگن انجام دادم به من گوش زد کردن. ایشون کاملا درست میگن و من اشتباه کردم، از اون بابت عذر میخوام و امروز درستش میکنم. در مورد نیروگاه اتمی بوشهر من گفتم که آمریکا و فرانسه گویا ندادن به ایران این تست، به اصطلاح اون کار نمیدونم چی بهش بگیم، مثلا اون نیروگاه رو آمریکا میدونم وستینگ هاوس شرطش این بوده که ما باید بهتون سوخت بدیم، اینو میفروشیم ولی سوختش رو باید از ما بخرید. مثل این میمونه که شما یه ماشین فورد بخرید، اون فروشنده بگی من این ماشین رو بهت میدم به شرطی که بنزین از خود من بخرید چون بغلش من پمپ بنزین دارم. و همون موقع حتی شاه و اطرافیانش هم گفته بودن که این قرارداد خوبی نیست و وستینگ هاوس رو رها میکنن میرن سراغ آلمانی ها. و آلمانی ها 4-5 سال قبل از انقلاب به اصطلاح شروع میکنن و خود منم چندین بار رفته بودم اونجا و این ماجرا میخوره به انقلاب، بعدش هم که جنگ و بعدش هم اونجا خیلی بمباران میشه و اینها. و حقیقتا با این اوضاع و احوال باید دیگه ولش میکردن ولی آخوندها دست به دامنه به آلمانی ها میگن، آلمانی ها میگن نه دیگه این با این شرایط ساختنش اشتباهه. اونها به روسیه میگن، روسیه هم که مثل ما این قوریایی که بند میزدن ازش استفاده میکردن، تو شیراز بهش میگفتن گنگو، نمیدونم چرا سوراخ میکردن و سیم میکردن و دورش آهن میپیچیدن و بعد یه چیزی مثل گچ هم میمالیدن بهش و اینها و واقعا قوری شکسته رو میگفتن بند میزنن، قوری بنزن اصلا اسم اینها بود. آقای روسیه آغاز یا خانم کشورا معمولا میگن خانم هستن، هم آمریکا رو میگن شی، هم ایران رو میگن شی، نمیدونیم بیال بمانه. روسیه قبول میکنه که این نیروگاه رو با اون اوضاع و احوالی که هست درست کنه که تا امروز هم که صحبت میکنیم فکر نمی کنم هیچ کسی دیده باشه که از اونجا برقی تولید شده باشه ولی ضرر و زیانش رو من و شما بارها دادیم، چه به وسیله بی احترامی هایی که به ایرانی ها شده در سر تا سر دنیا، چه به وسیله تحریم هایی که شده و آخوندها هم به دروغ هی به مردم می گفتن این تحریم ها نعمت است و تا اینکه دیگه خودتون دنبال ماجرا رو میدونید. باز هم ممنونم از خانم نایر و عذر میخوام درباره اون اشتباهی که من گفتم روسیه، اولش آلمان بوده الان به اصطلاح دست روسیه و دست
سیستم آخونداست. و اما شما توی انتخابات ایران میدونستید که ما مجلس سنا نداریم، ولی تا دلتون بخواد شورای نگهبان، مجلس خبرگان، تشخیص مصلحت نظام، و من نمیدونم، ما میگم 30 ساله از اون مملکت دور هستیم، از این اوضاع و احوال انتخابات و اینها هم دور هستیم، و من حقی برای خودم قائل نیستم که رأی بدم و رأی ندم. ضمن این که من فکر نمی کنم برای انتخابات نمایندگان که باید هر شهری هر استانی تصمیم بگیرن، من و شما بتونیم از اینجا این کار رو انجام بدیم. امروز یکی با من صبح زود زنگ زد، آقای صبحی خبر داری که اینها در رأی گیری میکنن یا نه؟ چون وقتی که رأی گیری رئیس جمهوره، هم دفتر حفاظت، هم مسجدای اینجا، هم فروشگاه ها، بعضی هاشون چیز میکنن، به اصطلاح میذارن مردم بیان رأی بدن. من گفتم من فکر نمی کنم اصلا برای این اینها به خودشون زحمت بدن اینجا صندوقی بزنن، چون خیلی مشکل. شما که اینجا هستی از کجا بفهمی اهل تبریزی، اهل شیرازی، کجا میتونی رأی بدی؟ گفت نه، من برای مجلس خبرگان، مجلس پنجم میخوام رأی بدم، میخوام مطمئن بشم که رفسنجانی میره اونجا. گفتم من نمیدونم، میتونید زنگ بزنید یا وبسایتشون نگاه کنید که دیگه الان نمیدونم ایشون این کار انجام داده یا نه، اینجا رأی گیری میکردن یا نه. خب و اما امروز گفتم بهتون ساعت 3 بعد از ظهر آقای دکتر کاظم افشارها، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران ویدیوشون رو هم حاضر کردن و فرستادن، با هم اون رو میبینیم. و اما باز صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک ایران یا رأی آزاد .com خیلی کارشون اشکال داره. یعنی ما هرچی هم خواستیم هی زیر سیبیلی، سیبیل که نداریم، رد کنیم تا بگذره 7 اسفند بشه، ولی کار این دوستان یکی و دوتا و ستا اشکال نداره. مثلا اصلا جایی اینها رو وبسایتشون برای تماس برای شما نیذاشتن، توی اون چیزا میتونید پیدا کنید ایمیل، ولی نباید اینجوری باشه. رسم اینه که شما وقتی یه وبسایت دارید، اون بالا یا می‌نویسن کانتکت یا می‌نویسن تماس با ما، در صورت اینو نداره. بعد من یه ویدیویی رو درست کردم، بذارید همین جوری که با شما صحبت میکنم این ویدیو رو هم نشون بدم که امروز صبح گرفتم. گفتم بعد اگه یه وقت من گفتم اشکال داره، ولی اینها رفته باشن درستش کرده باشن، ما اینجا دروغگو از آب در نیاییم. این یعنی چی میگفتن دروغگو از آب در نیاییم و این اوضاع و احوال؟ ببینیم که تست 1 این هست. حالا چرا تصویر اینجوری هست اون رو هم من نمیدونم. ببینید من رفتم وبسایت اینها، بعد اسم همون جوری که اونها گفتن من به اصطلاح دنبال کردم. اولا یکی از اشکالای وبسایت اینها اینه که خیلی هی باید بری پایین، وقتی میری صفحه بعدی دوباره باید بیای بالا. اینا رو اگر کسی تو کامپیوتر وارده، اگر روی همون 800-600 نگه داره، تو تمام چیزا میفته. و ببینید که من اینجا چگونه صفحه رو از همه کامپیوتر به اصطلاح گرفتم. بذارید من الان چون این تصویر درست نشون نمیده، ببینم اگر میتونیم از اینجا بریم رأی آزاد، رأی آزاد .com، و ببینیم اینجوری شاید بهتر بشه، شاید هنوز هم این اشکال باشه. بله از اینجا من تونستم برم. بیایم اینجوری، بله. ببینید وقتی هم ما یه کاری رو تازه از قبل میایم درست میکنیم و فکر میکنیم همه چیز درست انجام شده، باز میبینیم اشکال داره. ببینید من صندوق اینها رو اینجوری به شما نشون بدم، کامرای 2، بله اینجوری بهتره. ببینید نوشتن که صندوق ارسال رأی، امیدوارم خانا باشه، نامزدها، پشتیبانی، بیانیه همبستگی، چگونگی همیاری، درباره ما، ثبت نام برای کاندید شدن، خبرگر، انگلیش، دادخواهی. هیچ جا شما کانتکت یا تماس نمیبینید. اینجا نوشته در صورتی که قبلن در هر کدام از صندوق‌های رأی آزاد رأی داده باشید، محتویات این صفحه را محتویات این صفحه و صندوق رأی برای شما قابل مشاهده نخواهد بود.
که من نمیدونم مگر چند تا صندوقه، من یه دونش رو خبر دارم که اینه، اون بالا و پایین رو که میگم اینه دوستان. ببینید اینا تو همین صفحه، خب اینو میبردید بالا، این چیه این آبی اینجا الکی، اینو میکشیدید بالا که دیگه این طرف نخواد بره پایین بیاد بالا. اورایت، حالا اومدیم پایین، نوشته همیانان این سایت از تعدادی ستم دیده و اینجوری و فلان اینها، و برای شروع روی گزینه نکست کلیک کنید. نکست یعنی بعدی. خب حالا رفتیم بعدی، دوباره رفت پایین. ببینید اینم باز توضیحه، اوکی دوباره اومد پایین، اونجا یادتون رفت بودیم پایین، حالا رفتیم پایین تر، حالا رفت بالا، اوکی میایم بالا. نوشته خواهشمند است در این نظرسنجی شرکت کنید. من دارم رأی میدم یا دارم نظر میدم؟ میدونید که رأی دادن با نظر فرق میکنه. رأی یعنی تصمیمم اینه، نظرم یعنی اینه که نظر من اینه، شما میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. اوکی ما آمدیم و این دوتا رو هم قبول کردیم که نمیدونم اگه قبول نکنیم چی میشه. میگه شما بگو که به ما ایرانی هستی. بله تا اونجایی که میدونیم آخرین بار که چک کردیم ایرانی هست. اسمتون چیه؟ دوباره من مینویسم مثلا یکی از این قاتلای چیزو بگید دیگه، آدولف هیتلر که این چند روز گذشتم خیلی معروف بود و دربارش صحبت میکردن راجع به آلت تناسلی آدولف هیتلر. از کجا هستی؟ ما مینویسیم از جهنم، یا اصلا اینجوری مینویسیم که اونام بتونن بخونن اگه کسی هم جهنم. بله آدولف هیتلر از جهنم. ایمیلت چیه؟ مینویسیم هیتلر از جهنم .com. بله نوشته که آیتم های بالا را تکمیل کنید و برای ادامه روی گزینه نکست کلیک کنید. چشم. خب میگه که به اینا حالا ببینید این آبیه که اینجاست، هی شما باید بری پایین هی بیای بالا. اشخاصی که در فرمانداری ها ثبت نام کرده و رد صلاحیت شدن، یادتونه من اون روز پرسیدم خب اینا کیان؟ اینا مردم انتخابشون کردن یا خودشون آمدن خودشون رو نامزد کردن؟ خب ممنونم رفتن درستش کردن. اوکی حالا گفتن اینا کسایی هستند که خودشون نامزد شده بودن، توی فرمانداری ها ثبت نام کرده بودن ولی رد صلاحیت شدن. اسامیشون هم اینجا، من هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسم پس رأیم به اینها نمیدم. میام بعدی، ماشاءالله این آقا رو میشناسم. اینجا نوشته افرادی که در صندوق رأی آزاد ثبت نام کرده و کاندید شدن به ترتیب حروف الفبا. کار قشنگی هم کردن برای که من یقشون رو نگیرم. آقا چرا صبری آخره؟ من آخرم. محمود مرادخانی پسر خواهر خامنه‌ای اوله، گفتن بابا این به ترتیب الفبا است. حالا من نمیدونم به ترتیب الفبای فامیله یا به ترتیب الفبای اسمه. در هر صورت فکر نمی کنم ترتیب الفباش هم درست باشه. اینجا ممکنه باشه، بله اینجا، چون اوسانلو هست، آقایی هست، سربی هست، حسنپور، مرادخانی، باید اکثرم به همین ترتیب میذاشتن. بماند ما میایم به خودمون رأی میدیم. معلومه دیگه کسی وقتی که در صندوق وازه، در دیگ بازه، حیای سربی کجا رفته؟ هی چپ و راست به خودش رأی میده. دوباره رأی دادیم و آمدیم اینجا. اینجا نوشته یادتونه اون روز من گفتم بابا جون این آقای رضا پهلوی خودش آمده عکس شناسنامه و گرین کارت و اینها رو برای شما فرستاده، خودش ثبت نام کرده یا مردم اسمش رو نوشتن؟ حالا نوشته افرادی که از طرف مردم به عنوان نماینده به صندوق رأی آزاد معرفی شدن، که این رو من اون موقع هر جوری به اسم خودم میخواستم، یعنی خودم میخواستم خودم رو به عنوان مردم بذارم کار نمی کرد، اشکال داشت. اوکی این رو مردم معرفی کردن و اینها، اسمای اینها رو هم ما میبینیم ولی مایل نیستیم بهشون رأی بدیم، باید آزاد باشیم دیگه، صندوق آزاد و دموکرات. رفتیم دوباره به صفحه بعدی، صفحه ناپدید شد. یه دوستی ما داشتیم و داریم انشالله سلامت باشه به نام آقای جمال قاسمزاده. ایشون همه ما که ازش جوانتر بودیم گواهینامه گرفته بودیم، یکم اینو اذیت میکردیم که آقا دیگه داری پیر میشی چرا گواهینامه نمیگیری؟ آخر کار اومد و به زور و تشویق و هرچی رفت گواهینامه بگیره. بعد یه روز اومد گفتیم چطور بود حالا رفتی رفتی تمرین رانندگی؟ گفتیم چیه؟
گفت راننده دوستان من کاری نمی کنم، اما صفحه اینا ناپدید شده، رفته بالا. حالا ببینید بالای بالا دوباره. اوکی. گفت که یه تابلو به من نشون داده، گفته این چیه؟ گفتم نمیدونم. گفته جاده باریک می شود. رفتیم جلوتر دیدیم آقا اصلا جاده ناپدید می شود. حالا این ماجرا اینه، صفحه ناپدید می شود. اینجا نوشتن هموطن گرامی، قبل از ارسال رأی لطفا به نکات زیر توجه فرمایید. در صورتی که تمایل دارید در صندوق رأی آزاد کاندیدا شوید، می توانید از طریق لینک این به قسمت نامزدها مراجعه کنید و فرم مورد نیاز را ببینید. دوستان وقتی که رأی دادی و تموم شده و آمده اینجا بهت میگه حالا اگه میخوای کاندید بشی باید بیرفتی اونجا. اینو باید اول کار میذاشتن. اگر وبسایت اینا درست کار میکنه و اگر شما رأی دادی به سربی دیگه نمیتونی برگردی یک کسی دیگری معرفی کنی، پس این بی خود گذاشتینش صفحه هشتم، 9 تا صفحه است، شما اینو گذاشتی یکی به آخر مونده. بله، حالا اینجا نوشتن نام کاندیدای پیشنهادی را وارد کنید. بنده دوباره اسم خودم رو می‌نویسم که دیگه من نمیدونم وقتی من رأی دادم اسم کاندیدای پیشنهادی برای کیه. بفرمایید نیکس. ارسال پیام اختیاری، ما اینجا دوباره می‌نویسیم تستینگ، داریم آزمایش می‌کنیم. خب بعد نوشته سابمیت هم یعنی دیگه این پرونده رو بدیم دستشون. بفرمایید دادیم دستشون. ببینید دوستان نمیگه شما قبلا رأی دادید. من امروز صبح تا حالا 4 بار رأی دادم، صدام حسین، هیتلر، حسن علی منصور، حالا هم خودم. 4 بار امروز من از یک کامپیوتر رأی دادم. حالا براتون مشکلای بیشترش رو میگم. ببینید دوستان، آقای منصور استانلو، شما این کاری که کردی دوست عزیز، من فکر کنم به اعتبار خودت یه مقدار زیادی لطمه زدی. حالا ببینید این چی نوشته. اولا که اینجا نوشته رأی شما ثبت شد، به جای اینکه بنویسه شما یه بار رأی دادید. آقا سیستم بالاترین نگاه کن، شما یه چیزی تا میذاری یه دونه رأی مثبت بهت میده. شما اگه رفتی گفتی من یه رأی مثبت میخوام بدم، به شوخی مینویسه چند بار، همون موقع بله حالا ما رأی دادیم، تا حالا هیچ چیزی به ما نمیگه کی چند تا رأی گرفته. خب اب نداره، میخوان بشمارن. این صندوق هم مثل صندوق آخونداست، لابد باید ببرن تو مسجد بیارن بیرون، دعوا بشه کی بشماره کی نشماره، آخر شب هر کسی رو میخوان از تو قوطی بیارن بیرون. و الا سیستم اتوماتیک شما تا رأی میدی طرف میاد میگه آقا ما 25,000 تا رأی میخوام، من تا میزنم میگه 23,000 تا به این رأی دادن، 1,000 تا به اون رأی دادن، همون موقع معلوم میشه. این ای چی بهش میگن اصلا، یعنی الکترونیکی، ای ووت، ای پول، هر چیزی که شما میگی این رأی، یعنی رایت اوی، همون لحظه. خب حالا ببینید چی نوشتن دوستان. با تشکر، بذارید من این صفحه رو اینجوری کنم شما بزرگتر استفاده کنید، بعد بالا پایینش میکنیم که شما ببینید بهتر شد. بله. با تشکر از همیاری و احساس مسئولیت ملی شما همیان گرامی که در جهت کمک به صندوق رأی آزاد اقدام نمودید، از این پس شما هم یکی از مدیران این پروژه ملی به شما میایید. آقا من نمیخوام مدیر باشم، من ازم رأی خواستید آمدم رأی دادم. اوکی. لذا خواهشمندیم در جهت گسترش مشارکت عمومی و تجهیز هرچه بیشتر سیستم فنی در جهت ارتقاء تعداد صندوق‌ها و سرورهای زیربط، این حمایت خود را به روش‌های اشاره در زیر ادامه دهید. با مهر و احترام. بله. چگونگی همیاری، دوستان گوش کنید و دقت کنید. واقعا نوشتن که دیگران را به ارسال رأی صندوق آرا تشویق نمایید. تا اینجاش خیلی خوبه، یا دعوت کنید، خیلی خوب. نوشتن آرا و مشخصات افرادی که دسترسی و توانایی استفاده از اینترنت را ندارند دریافت و در صندوق اینترنتی سایت وارد نمایید. ای داد بیداد، یعنی شد عین همون ایران. آقای ایرج مهرزاد میخواد از فلکه مصدق در محل درشیق گود عربان نماینده بشه، میومدن توی کوچه ها، دوستان زمان شار میگم، شناسنامه ها رو میگرفتن، به هر شناسنامه که میگرفتن یه دونه پالوده میدادن یا 5,000 میدادن بره پالوده بخره. آقا مگه شما نگفتید اینها با آی پی
دوستان فکر نکنید من دارم عوضی میخونم براتون. ببینید نمیدونم پیدا میشه یا بزرگترش کنم، بذارید ببینم چه باید کرد تا ما این دوستان رو بر نمیدونم. ببینید آرا و مشخصات افرادی که دسترسی و توانایی استفاده از اینترنت را ندارن این بالایی هستا دوستان. در صندوق اینترنت بگیرید و بیاین در صندوق وارد کنید. خب من اگر رفتم رأی به اصطلاح از مادر بزرگم پرسیدم به کی میخوای رأی بدی، اون گفت که به فلانی، من آمدم گفتم که بابا ولم کن، مادر بزرگ من نمیفهمه، اون آقا مثلا تندروه، من دوست دارم به این رأی بدم. بله خوبه من امین باشم، ولی اصلا این با سیستمی که شما گفتید کار نمیکنه. آرا و مشخصات افرادی که دسترسی و توانایی ندارند بیارید و در صندوق اینترنتی وارد کنید. با انتشار لینک صندوق این در تارنماها، بلاگها، شبکه‌های اجتماعی و از طریق ایمیل و به خصوص پیامک موبایل به نزدیکان خود در این حرکت مردمی سهیم باشید. باز جمله غلط. آدرس سایت rayazad.com را در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و غیره تبلیغ کنید. اینم خوبه. صندوق انتخابات آزاد را در رسانه‌های اینترنتی، وبلاگ‌ها، رادیوها، تلویزیون‌ها مطرح دهید. ای جان، مطرح دهید. گسترش دهید، مطرح کنید، تبلیغ کنید. اب نداره. به شبکه‌های اجتماعی صندوق انتخابات آزاد بپیوندید و دوستان خود را نیز اضافه کنید. ما بپیوندیم دوستان رو دعوت کنیم تا بپیوندن یا دوستان رو اضافه کنیم، این که باز غلطه. فیسبوک رو دادن، تلگرام رو دادن، توییتر رو دادن. جهت همکاری به آدرس rayazadiran@gmail.com بالاخره یک جای تماس پیدا شد، اینم میگه جهت همکاری، نمیگه اگر اشکالی هست، اگه سوالی هست. پس ببینید اینا اشکال بوده. آقای دکتر کیانزاد، خیلی ها گله کردن از شما که این سربی از کیانزاد 10 بار پرسید. آقا نهاد مردمی بهترین، این یکی بهترین، سکولارهای سبز بهترین، بنفش و کمرنگ و قهوه‌ای بهترین. اشکالاشو شما تا حالا دیدید یا نه؟ اون چیزی که شما توضیح دادید فقط این بودین گفتید خب حالا کاچی به بعضی هیچیه، بهتر از هیچیه، همین هم یه کارایی کردن. دوستان باور کنید کارمون خیلی خراب. امروز دیدم این دوستمون آقای وحید عزیز یه چیزی راجع به نبوی گذاشته و دوستانم تا دلت بخواد فوش میدن. آقا چرا فوش میدی؟ آقای نبوی گیرم که اصلا طرفدار جمهوری اسلامیه، حق داره باشه یا نداره؟ که نیست، فقط با شما، با وحید نظرش فرق میکنه. اون میگه آقا سال 67 دیگه اینو زدن کشتن، ول کنید بیان به فکر امروزتون باشید. شما میگید که نمیدونم یکی نوشته بود این دعیوسه. آخه ببخشید پدر دعیوسه، مادر دعیوسه، ببخشید بالا دوستان بعد میگن نگو. یه دوستی دارم، یه خانمی برنامه من نگاه میکنه، ماهیانه کمک میکردن، یه مبلغی رو ژانویه کمک کردن، بعد گفتن این ژانویه و فوریه منو چارج نکن، اصلا کردیت کارتشون و مشخصات و اینا رو دادن اینجا که ما این کار بکنیم. یادآوری میکنم که اگر گذشته اون ژانویه و فوریه که آخرشه، شما به من زنگ بزنید، من بدون اجازه کردیت کارت هیچ کسی رو چارج نمیکنم. در هر صورت چون اون خانم به من اون دفعه گفته بود که به مادرها و فلان اینها توهین نکنید و درست میگن، ولی دیگه بعضی وقتا آدم عصبانی میشه. خب این صندوقمون در خارج کشور، ایرانیایی که ما هی میگیم آقا دیدی کره ماه رفت، نمیدونم آقای فلانی بود، مریخ رفت، ولش کن، اون یه پسر دیگه بود، اصلا اینا اگه نباشن ناسا ورشکست میکنه. حالا از اون ور چپ و راست داریم میخونیم ایرانیانی که پاسپورت قلابی چاپ میکنن در تایلند، ایرانیانی که طرف اینجا 30 ساله آمده 1985. شما وقتی که میری گرین کارت بگیری بهت میگه میخوای اسمتو عوض کنی؟ دیدید دیگه، مثلا یکی اسمش ریچارد کندی، آقای بوده میگه من از این خانواده کندی
خوشم آمده، اسمش گذاشته ریچارد کنیدی، استاد دانشگاه هم هست، تو این تلویزیون هم برنامه داشته. این آقا اومده اسمش گذاشته جیمز بیکر سامتینگ. اینجا هم رسمه دو سه تا اسم میذارن، اول دو سه تا اسم میذارن بعد سعی میکنن کوتاه و مختصرش بکنن، مثل کنتاکی فراید چیکن بعد میکننش KFC. یا خیلی هست، مثلا تاماس جفرسون میگن TJ، نمیدونم بروس جنکینز میگن BJ. در هر صورت این آقا اومده رفته برای بذارید نشونتون بدم، فکر نکنید ما یه وقت اینا رو، من این رو چون روی مردم تیوی گذاشتم از روی فیسبوک مردم تیوی بهتون نشون میدم که دوستانی که روی فیسبوک هستن بدونن که اگر بیان روی فیسبوک بعضی چیزها رو زودتر 3-4 ساعت من همون موقع که با خبر میشم اینجا میذارم، بعد توی برنامه هم به اصطلاح میگم. ضمناً یک حالا بعد که کاغذ رو نشون دادم میگم، یکی از دوستان گفت آقا من سالهای سال شما رو میشناسم و برنامه رو نگاه میکنم، یه مدتی بود بی نظم و ترتیب شده بودی، صحبت از یه چیزایی میکردی یادت میرفت تمومش کنی و اینها، و دیدم که اون روز دوباره برگشتی به اون سیستم نوشتن و قشنگ تاپیک ها رو معین کردن، تاپیک همون سرخط هدلاین اینها رو معین کردن و خیلی قشنگ و خوب برنامه رو اجرا کردی، این کار رو ادامه بده. دوستان عزیز، این فیسبوک تلویزیون مردمه که بیش از 8000 نفر آمدید و من ازتون ممنونم. دوستان دیگه ای هم که میاین اینجا یه لایکی یه فالوی هر چیزی که شما میبینید، اون چیزی که شما میبینید با این چیزی که من میبینم اینجا فرق میکنه. اینجا نوشته مسیج واچ ویدیو و شما که میبینید اگر دیدید فالو و نمیدونم دنبال کردن و عضو شدن و اینها رو داره، اون کار رو لطف کنید انجام بدید تا با هم بیشتر در تماس باشیم. و اما بیان این خبرها رو اینجوری یه کمی دیگه براتون بزرگترش کنم که بله، مثلا مینویسم اگر با ما باشید یادآوری میکنم، چون مقصد یه روز در میون هستیم، که مثلا من ساعت 12:59 یک ساعت قبل از برنامه اینو گذاشتم، 202 نفر آمدن دیدن یا 202 نفر بهشون به اصطلاح این رسیده متوجه شدن. و اما در رابطه با انتخابات داشتیم صحبت میکردیم و اون آقایی که حالا بعداً براتون میگم که الان آزادش کردن، بازداشت مسافران انتخاباتی 16 اتوبوس، گویا یه اتوبوسی داشته از یه جای دیگه مسافر انتخاباتی می آورده برای یه جای دیگه، اون نماینده شکایت کرده و گرفتن و اینها. این خبر رو خودتون برید بخونید. خلاف‌های انتخاباتی همه جا بوده و هست، بزرگترینش تو آمریکا بود موقعی که آقای الگور نخست وزیر بیل کلینتون میخواست انتخاب بشه و بیشترین رأی آورد، ولی آقای جورج بوش با کلاشی به اصطلاح اون رو عوض کرد. بله، این ویدیویی که من به شما نشون دادم و چون صفحش کوچیک بود مجبور شدم خودم نشون بدم اینه، نوشتم این صندوق از روز اول درست نبود، هنوز هم نیست. به ویدیو توجه کنید، من بیش از یک بار رأی دادم و قبول کرد، پس میشه گفت صندوق این دوستان هم فرقی با صندوق آخوندها ندارد. حالا صبر کنیم ببینیم چه کسانی از این صندوق بیرون میان. اینم از این. و اما انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، این رو من گذاشتم. بعد یه دوستی آمده به نام محمود تشویشی، اون وقتا اون کلمه تشویش و نگرانی بود دیگه، نه کسایی که دلهوره یا تشویش داشتن، درست میگم یا یادم رفته؟ ایشون نوشته استناد به اخبار ایران توسط BBC و توضیح دادن این اخبار اینجوری و در زمان شاه اونجوری و فلان و اینها، یه دوتا اخبار خودشون هم قاطیش کردن، تجاوزات جنسی کارکنان BBC علیه اطفال این اون. بعد من اومدم براشون نوشتم دوست گرامی شما پاسخ به من به پرسش من ندادید، که من پرسیدم شما که به BBC اطمینان میگید نکنید، به چه کسی، به چه خبری، به کدام خبرگزاری اطمینان دارید تا ما هم دنبال کنیم؟ متاسفانه دوستان نمیخونن نه جواب میدن، هر کسی برای خودش داره میچرخه، نمیدونیم چه کار میکنه. بله، مهندس ایرانی تبار نیروی دریایی آمریکا دادگاهی شد. این رو من دیروز گذاشتم اینجا، دنباله خبر وقتی میان پایین لینک جدیدش رو گذاشتم که مهندس ایرانی تبار نیروی دریایی آمریکا به فریبکاری متهم شد.
دوستان ببینید اینجا همش میگه متهم شد، فعلا محکوم نشده، اینا مثل من و شما نیستن. یک کسی رو که آوردن همون موقع فوش خار و مادر و اینها، بعدم از روز اولی که این تهمت رو بهش میزنیم به عنوان یه محکوم و یه مجرم بهش رفتار کنیم. خب براتون این رو میخونم، ولی ببینید که چه شیر تو شیر، یا بهتر بگم چه خر تو خری در دولت آمریکا هست. این هوملند سکیوریتی، برید ببینید بودجهش چیه. هر ایمیلی که من و شما برای هم میفرستیم 10 جا نگاهش میکنن، 10 جا ثبت میشه، ولی یه نفر به من بگه که البته آخر این مقاله به درستی گفته، مهندس ایرانی تبار نیروی دریایی آمریکا به فریبکاری متهم شد، دادستان فدرال آمریکا یک مهندس نیروی دریایی این کشور را به پنهان کردن تابعیت ایرانی خود و همچنین انتقال پول به داخل آمریکا از طریق استفاده از هویت‌های جعلی متهم کرده است. به گزارش نیویورک تایم، اینجا نوشته نیو تایم، حتما نیویورک تایمز، مجید کریمی در سال 1985 شهروند آمریکا شده و اسم خود را به جیمز بیکر تغییر داده است. دادستان فدرال جیمز بیکر را متهم کرده است که به زعم یا به رغم داشتن شغلی حساس درباره داشتن گذرنامه معتبر ایرانی خود دروغ گفته است و دارای 4 کارت تأمین اجتماعی کارت ملی مختلف بوده است. نمیدونم حالا اینا ایرانی هستند کارتا یا منظورش سوشال سکیوریتی کارت آمریکاییه. ضمناً اگر توی پرسشنامه سوال کرده باشن، بله همین آقای کامبیز حسینی رو از وایس آف امریکا کردن بیرون، چون ایشون توی پرسشنامه دروغ گفته بود. پرسیدن که شما اینجا چون جوان هستی اسم نوشتی که اگر جنگ بشه و اینها شما رو بتونن ببرن سربازی، نمیدونم ایشون نوشته بود بله نه، دروغ گفته بود، کردنش بیرون. طبق این گزارش جیمز بیکر با استفاده از کارت ها اقدام به افتتاح حساب های متعدد بانکی کرده و درآمدهای مشمول مالیات خود را پنهان کرده است. پس به احتمال 99% کارت های سوشال سکیوریتی اینجاست. وی در یک مورد 133,000 دلار به داخل آمریکا منتقل کرده است. به گزارش نیویورک تایم در صورت کلیه اعتماد علیه جیمز بیکر در دادگاه ثابت شود، احتمالاً دادگاه میتواند او را به 70 سال زندان محکوم کند. این در حالی است، دوستان من اگه یکم تند میخونم ببخشید، بذارید حقیقتش براتون بگم، چون من هم چهارشنبه یه ساعت برنامه داشتم، هم امروز یه ساعت برنامه دارم، و چون خیلی به اصطلاح چی میگن، میخوام با شماها بگم خبرهای مختلف، یه ساعت کافی نیست، باید از هفته آینده روزایی که آقای افشارها میخوان بیان، چون ساعت 4 شما دادیم با آقای ارشاد، از اون بعد من ساعت 1 شروع کنم که من 2 ساعت برنامه خودم رو داشته باشم، ایشون هم 1 ساعت خودش رو. چون شما هم خیلی گله کردید که آقا اگه برنامه سربی با مردمه، خب این دوستان هم برنامه‌های خودشون رو داشته باشن، مثل برنامه آقای چمنارا. چشم، این کارو میکنیم. من 1 ساعت زودتر برنامه خودم رو شروع میکنم، 1 تا 3، بعد 3 تا 4 آقای افشارها، 4 تا 5 آقای ارشاد. بله احتمالاً دادگاه میتواند او را به 70 سال زندان محکوم کند. این در حالی است که برخی از کارشناسان حقوقی گفتن با توجه نوع اعتماد آقای بیکر، احتمالاً اون حد اکثر 5 سال در زندان خواهد بود. جیمز بیکر سابقه 30 سال کار در نیروی دریایی آمریکا را داشته و از سال 2006 به عنوان مهندس برق در فرماندهی سامانه دریایی کار میکرده است. طبق این گزارش در ماه ژوئیه سال گذشته نیروهای امنیتی خانه جیمز بیکر در اسپرینگفیلد ویرجینیا، همین نزدیک ما، ربع ساعت هم با ما فاصله نداره، مورد بازرسی قرار دادن. در خانه وی 3 گذرنامه ایرانی کشف شده است که یکی از آنها معتبر بوده و در سال 2012 به نام مجید کریمی صادر شده است. یک وکیل نظامی سابق نیز در این خصوص گفته است با توجه به اقدامات جیمز بیکر، برای وی نمی بایست مجوز امنیتی جهت اشغال در پست های حساس. این درست میگه آقای آمریکا، این آدم پدر سوخته، نمیدونم تروریست،
سوء استفاده چی؟ شما چرا استخدامش کردین؟ شما که میگید از هوملند سکیوریتی به بعد اینجوری اونجوری، الان یه افتضاحی شده، طرف مینویسه که ما فلانی رو میخوایم استخدام کنیم، بعد بهتون میگن باید سکیوریتی کلیرنس داشته باشین، بعد میگی که از کجا بگیرم، میگن شما نمیتونی بگیری، باید یه شرکتی کار کنی اون برات بگیره. خود اینا میگن کچ 22، یعنی نمیدونم تو ایرانی چی بهش میگیم، یه کسی رو میذاری یه جایی که نه راه پس داره نه راه پیش، بعد یه چیزی ازش میخوای، خلاصه نمیدونم کچ 22 ما تو ایرانی یا نداشتیم یا من بهش برخورد نکردم. یه بار دیگه براتون میخونم، یک وکیل نظامی سابق نیز در این خصوص گفته است با توجه به اقدامات جیمز بیکر برای وی نمیبایست مجوز امنیتی جهت اشتغال در پست‌های حساس صادر میشد و اینک او توانسته از چنین مجوزی را کسب کند بدون اینکه سیستم متوجه اون بشود، نشان از نقص در بررسی هاست. این آقا 60 ساله، ولی گوش کنید، کسی که اومده 130 خورده هزار دلار آورده گذاشته توی حساب، قاضی احمق اومده با 75 هزار دلار اینو آزاد کرده. خب خودتونو بذارید جای یه آدم شالاتان، هیچ وقت نمیتونیم من و شما این کارو بکنیم. کسی که تازه اینا انقدر پولشو پیدا کردن، پولای دیگر رو کجا گرفته و اینها ما نمیدونیم، این قسمت ایرانیشه که ما از اتهام حالا میبریم محکوم و مجرم و همه چی. شما اگه باشین آزادتون کنن، کسی که ممکنه 70 سال مینیمم، 5 سال ماکسیمم 70 سال، یا آدم 60 ساله وای میسه اینجا 70 هزار دلار داده وثیقه میگن، یا اینجا باند میگن بیل میگن، آمده بیرون و خدا میدونه فردا سر از کجا در بیاره. ولی برای داداشم نوشتم، خب جای ناراحتی نیست، الان رابطه ایران و آمریکا خوب شده، چند ماه دیگه هم اگه تازه اینو بگیرن و زندان کنن، دوباره ایران یه زندانی آمریکایی رو آزاد میکنه، اینا هم میگیرن. دوستان اینها هم دست کمی از مسئولین ایران ندارن، یعنی خود اینا وقتی میگن dirty politics، یعنی سیاست کثیف. و ببینید که خانم دیشب این ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها دوباره دیبیت یا مناظره داشتن، الان از 17 تا رسیدن به 5 تا، اون 3 تا ببینید ببخشید دیگه فقط شلوار همدیگه رو در نیاوردن بکشن رو سر همدیگه، یعنی مثل خیابونا که دعوا میشد کوت طرف رو میگرفت مینداخت رو سرش که این بدبخت دستش گیر کنه، تا میتونست مشتش میزد، یا اصلا یه چیز بود میگم میام مثلا اونجا خشتک رو در میارم، یعنی نمیدونم شلوار اینو پاروپوره میکردن. اینا واقعا همین کار کردن. حالا جالب اینه که سیاها میرن به خانم هیلری کلینتون رأی میخوان بدن، چون معلومه تو این نظر دستمو بیارم پایین، وقتی ما هی دستمون خیلی تکون بدیم، شماها که تو خونه هستین ممکنه سردرد بگیرید، این سعید وقتی که برنامه رو نگاه میکنه من تا دستمو اینجوری میکنم میگه سور به طور خدا دستت خیلی تکون نده. در هر صورت سیاها دنبال خانم هیلری کلینتون هستن، برنی سندرز که از 50 سال پیش در راهپیمایی این، اینجا بهش میگن سیویل رایت اکتیویست، فعالین حقوق مدنی حقوق شهروندی، اون بدبخت صف اول کتک میخورده و عینکش رو زدن شکستن و پلیس گرفتتش، سیاها اونو یادشون نیست. هیلری کلینتونی که چند سال پیش گفته بود که این سیاها به خاطر نوع زندگیشون و تربیتشون الان بچه هایی که پرورش میدن یه سری بچه هایی هستن که خیلی وحشی هن، یعنی اینا رو مثل حیوان چیز کرده بود. ولی یکی از کمدین ها دیشب داشت تعریف میکرد که چرا سیاها میرن دنبال اینها. میدونید که سیاهایی که موفق میشن یا حتی همون ناموفق هاشون هم معمولا میرن یه زن سفید پوست چاق گنده ای رو میگیرن. این گفت که خب هیلری کلینتون هم باسنش گنده است هم سفید، سیاه پوست ها دنبال اون هستن. این هم از این ماجرا، ولی من امیدوارم سندرز بتونه انتخاب بشه و بتونه این مملکت رو از این حالت بیرون بیاره، چون یه مقداری واقعا خطرناک شده. این آقای ترامپ
و باز جای تأسفه که بعضی از ایرانیایی که با آخوندها دشمنی دارن فکر میکنن اگه این ترامپ بیاد همه چیز به اصطلاح خوب میشه و میری میزنه اینها رو داغون میکنه، اینها نمیدونن که این آمریکا رو به طرف نابودی میکشه. و من امیدوارم من اشتباه کنم و نمیدونم شماها اگه درست میگید اینجوری باشه. ببینید این بود نتایج دو نظرسنجی در داخل و خارج ایران. حکایت از مشارکت 60-75% مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان. یکی گفت آقا این خبرگانه یا خبرگانه؟ گفتم والا دوتاشو میگن، به گمانم هم گمان درسته هم گمان رهبری دارد. یکی از این نظرسنجی ها را مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما انجام داده که عنوان میکند بیش از 60% واجدین شرایط رأی در انتخابات هفته اسفند شرکت میکنند. الان میدونم هممون میگیم بابا صدا و سیما که دست خودشونه، کسی قبول نداره، توضیح میده. اما نظرسنجی مؤسسه پژوهشی آی پز در آمریکا میزان مشارکت در انتخابات را بیشتر از این رقم نشان میدهد. تازه این میگه که از اونم بالاتره. من در جواب دوستانی که میگن آقا چرا روی فیسبوک مردم نظر نمیدن، شیر نمیکنن، در رابطه با همین فحش و فحشکشی به آقای بهزاد نبوی برید ببینید چقدر شیر کردن، چقدر کامنت گذاشتن، ولی ما اینجا نوشتیم که چه خاکی بر سر میکردیم اگر آقای رضا پهلوی نبود که به من و شما دستور بده مثل ولی فقیه بهمون بگه که با پای چپ بریم تو توالت یا با پای راست بریم، چون در رابطه با انتخابات ایشون گفتن انتخابات رأی ندید مثل رأی داد. من نوشتم جوابش برای خودم فوری نوشتم حتما شبها با پای برهنه میخوابیدیم. ببینید خانم شایسته الهام آمدن یه دونه لایک زدن. بعد آهان راجب لایک هم بگم، از بس که ما براشون نوشتیم بابا جون این لایک چیز غلطیه، یه نفر مثلا یه گربه رو داره میکشه، ما باید بنویسیم چی؟ باید بنویسیم از این حرکت بیزاریم، متنفریم، این چه کار زشتیه؟ ببینید این علامت ها باید بزنیم لایک. خب یعنی چی؟ یعنی کشتن گربه رو خود دوست داریم؟ خلاصه اینها بالاخره از امروز درستش کردن. میبینید که میتونید بزنید بله این خوب بود، میتونید بزنید اصلا عاشقشم، میتونید بزنید هاها بخندید، میتونید بگید واو تعجب کنید، میتونید غمگین بشید و میتونید عصبانی بشید. خب بله، البته خانم شایسته الهام یا یکی دیگه از دوستان نوشته بودن که باز رضا پهلوی اظهار فضل کرد و مادرش باید براش یه نظری چیزی بکنه. میدونید که رضا پهلوی بارها گفته که این هم مثل پدرش خیلی مذهبیه و از اسم بچه‌هاش هم معلومه دیگه، ایمان و نور و فلان نا و اینها، اصلا معروف بود از قدیم شاه بازوبندی که داشت گویا قرآن و چیزا بوده. حالا لابد چون توی آمریکا قرآن گیر نمیاد شاید یه شلغمه، وقتا میگفتن دو تا شلغم، یکی نر یکی ماده، من شلغم نر و ماده رو پیدا بکنم ببندیم به بازوی آقای رضا پهلوی که چشم نخوره. خب بعد همون جوری که براتون گفتم دوستی به نام خانم فرهنگ آمدن اینجا برای آقای افشارها نوشتن که من ببینید زیرش نوشتم آقای افشارها، اینجا بذارید نشونتون بدم دوستان، من نوشتم آقای افشارها فقط از طریق شماره تلفن و از طریق ایمیل میتونید باشون تماس بگیرید و ما اینجا دیگه این هی بفرست برای این بفرست برای اون انجام نمیدیم. بله اینجا بود که گفتم ایشون لطف کردن جای گله برای ما نذاشتن بگیم خب چرا خود شما هم نظر ننوشتید. ایشون نوشتن باز هم آقای رضا پهلوی اظهار فضل فرمودن، خانم فرع باید هر روز برای ایشان سپند دود کند، براو آقا رضا. اینم از این. و دوستمون آقای حبیب اللهی یا حبیب اللهی نوشته one of the reason having guest is، من اصلا نمیفهمم این چه ربطی با این موضوع ما داره، ولی بعضی وقتا دوستان توضیح که میدن بعدش میگم آهان منظور شما این بوده. در هر صورت بعضی وقتا اگه یه توضیح کوتاه بفرستید خیلی خوبه. من چون از اون صفحه صندوق و رأی و اینها
ایراد گرفتم، اجازه بدید که بیایم اینجا و بهتون بگم که ما ایرانی ها سعی میکنیم هر کاری رو اینا کردن ما بیایم یه جوری خرابش کنیم، و چون اون ضرب المثل خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، ما فکر میکنیم تقلید خوب کردن هم اشکال داره. ببینید من این صفحه رو کوچیک کنم که اینجا جاش بشه، یا شایدم از این وری این رو بزرگش کنم که ببینیم چی میشه. بله اینجا یه صفحه هست به نام دیگربان، که هر کدوم از این دوستان سعی میکنن هرچی استعداد داشتن و نداشتن توی نوشتن اسم به کار ببرن، و اسمی رو که میشه مثل بچه آدمیزاد با فارسی نوشت و با انگلیسی نوشت بنویسن که ما بخونیم. این یکی آمده نقطه هاشو کرده نمیدونم فلان جای نوشته. ببینید دیگربان رو ببینید چجوری نوشته. ببینید نقطه های دیگر رو کرده توی یه، بان رو کرده توی ب، نون رو گرد کرده. یه نونایی بود تو شیراز بهش گفتن نون قپی، وقتی میرفتی نون لواش تو شیراز بهش گفتن نون بازاری. بعد اون طرف همونقدر خمیر و برد گرد کوچیک درست میکرد، یه مقداری کلوفتر بود و خیلی خوشمزه تر میشد، بهش میگفتن نون قپی. حالا ایشون کردهش نون قپی. ولی ببینید اینجایی که نوشته درباره ما، میای شما انتظار داری که ببینی اینو کی نوشته، این آقا، این خانم، این صفحه چیز به اصطلاح، شما با کی طرفی، طرف به قول معروف سرش به تنش میارزه یا نه. ببینید حالا درباره دیگربان اینجا رفتیم زدیم. بله اینا این قسمت بد نبوده، بازم اینا تماس نداشتن، نوشته خانه، نسخه موبایل، ارسال مطلب درباره ما، تماس مماس رو ولش کن. حالا میان درباره ما میخونیم ببینیم چی نوشته. مثلا این نوشته که من 15 سال ژورنالیست بودم، منو اخراج کردن، حالا آمدم آزاد مینویسم، فریلنس شدم. نه، درباره دیگربان رفتیم رو انشای دو صفحه‌ای. فضاوی رسانه ای در ایران طی سالهای گذشته با محدودیت به سامان وجود شده، بر اساس اعلام مقام های دولتی بیش از 5 میلیون سایت اینترنتی در این کشور مسدود شده و صدها روزنامه. آقا خانم، شما قرار شد درباره خودت صحبت کنی، شما قرار شد درباره این سایت دیگربان برای ما بنویسی. این چی میگن چی داری تحویل میدی؟ خلاصه میاد اینجا و هیچ که شما نمیفهمی اینا کیان، کجا بودن. حالا تازه میاد اهدافش رو میگه. اهداف دیگربان: تحلیل و بررسی روزانه اخبار. یعنی هیچی، یعنی دوستان ما ایرانی ها همونی که من میگم کارمون خیلی خرابه، هر کسی هم این حرف من رو قبول نداره بیاد جلو با هم صحبت کنه تا بینندگان نظر ایشون رو بشنون و صحبت کنن. بذارید بریم سراغ منوچهر. ضمن تشکر ازش دو تا پیام گذاشته. منوچهر جان قولت میدم اگر اولا پیامات اگه طولانیه به اون 703-957-6150 زنگ بزنیم، اون تا 10 دقیقه، ولی این کارو نکن. من به شما قول میدم اگر شما چیزایی رو که میخوای بگی بنویسی به صورت سرتیتر 1 2 3 4 5، این 3 دقیقه چیزایی رو که میخوای میگی، وقتم اضافه میاری، آخرش هم میتونی آهنگم برامون بخونی. باور کنید من توی 2 دقیقه یه دفعه شعر آقای هادی خورسندی رو از اول تا آخر خوندم، شعر طولانی هم بود، وقت ازش استفاده کنید. خب ببینیم که دو تا پیام ایشون Today. بریم اینجا گوگل وایس بفرمایید. این 3 دقیقه بفرمایید. آقای چوبی سلام عرض میکنم، من چه فرهاد هستم. عرض کنم که از اینکه من تلفن نمی کنم به خاطر هیچی نیست، فقط نمیخوام وقت خوب شما رو بگیرم و سایدین بیشتر حرف دارن و ما یه مرتبه من بیام احوالش رو بپرسم یا نظری بدم، به نظر خودم کافی میدونم. امشب برنامه شما رو روی معمولا روی آرشیب نگاه میکنم و صدا و تصویر خیلی خوبه. راجع به این توتی که امشب گذاشت دیدم خیلی جالب بود. من فکر میکنم این توتیه بیچاره خیلی میهن پرسته، نمیدونم جهان
جهان وطنی نیستش. حالا برصد این منو یاد یک چیزی برای خودم افتاد که من اون موقع که به همه جوان و نوجوان بودم، من پرنده من بیشتر از سایر حیوانات تو خونه خوشم می اومد و یه توتی رسانت هم توتی های سبزی که معمولا وحشی بودن. بعد یه دفعه این یه بالکن خونمون در قفسش باز بود و این رفت. بعد از دو سه روزی که دخترم اومد، بچه خیلی کوچیک بود اون موقع، 8-9 سالش بود، شاید کمتر، برگشت بود بابا توتیه اومده. گفتم کجاست؟ خب روی قفسش نشسته. بعد من خیلی تعجب کردم چون توتی وحشی مثل پرنده های مثل گنجش کنید اصلا دیگه بر نمی گردن. بعد در صورت بعد من دیگه این قفس رو درش رو باز نمی زاشتم، یعنی باز می زاشتم من می شه یه هر وقت دلش می خواست می رفت داخل، هر وقت دلش می خواست می رفت به قفس می شه یا همونجا می گشت برای خودش. این از این توتیه. برای که به اون ملایی که یا اون روحانی یا اون اگه یادتون باشه در دوران تبستان یه داستانی بود کلاغ و روبا که به حساب اون کلاوه یه به حساب پنیری تو قبلش بود یه باکش بود و این روباه حقیقت این ورمار اسکیل کرد و این دهنش رو باز کرد خورد افتاد و اینم خوردش. بعد بعدها که اینجا اومده بودن کلاغ یه روزی داشته بودم توی که از این پارک ها داشت خضا میخورد روی درخت، بعد روباهه اومد بهش گفتش که ازت بابام با هم دادم به هم رسیدیم فلان، گفته اینم نگاه نگاهش بگن حرف نمیزد. این وقت بازم تعریف کرد و تعریف کرد تا اینکه این به سالا در اومده و اون قضایی که روی دوکش بود افتاد. بعد این گفت من بالاخره من نفهمیدم که ما اومدیم اینجا و شدیم یک دکترا گرفتیم داریم تدریس میکنیم. بله دوستان، این چون پیام 3 دقیقه که میشه بعد خاموش میشه، بریم پیام بعدی رو هم ایشون دنبالش زنگ زده و 54 ثانیه صحبت کردن. بفرمایید. من ادامه میدم. بعد گفتش که تو بالاخره نمیدونم من اومدم اینجا دکترامو گرفتم دارم تدریس میکنم، باز تو هم داری دنبال ما بر منو گول میزنی. گفت تو دکترات گرفتی ولی فکر نکردی که منم آیت الله شدم. حالا این مسئله اینجا هر و هر طوری که خواهیتون خواستی اینو کوتاه یا باز بیان شیرین خواهیتون یا دلتون خواست رو برنامه بفرمایید بفرمایید. به این ملاها و شاولا یا به ایش نحنی نمیشه اعتماد کرد، اینها هر جا که راحت باشن حرفاشون رو میزنن، هر دام که گیر بیفتن دوباره رفع رجوع میکنن. من به اینا نمیتونم اعتمادی داشته باشم، نه به شاولا یا خوش. ممنونم از شما. بله در رابطه با روباه و زاغ، روزی کلاغی نمیدونم پنیرکی بر دندان گرفت و نوک گرفت و رفت و بهش گفت چقدر بالت زیباست و بخون ببینم و افتاد و بعدم اینا جوکای زیادی گفتن، حتی آبادانی ها خیلی براش جوک ساختن. ممنونم که شما این رو گفتید. و در رابطه با ملاها که به اصطلاح همه دنیا رو درس میدن، اینجا یه جوکی هست، میگن شیطان یه روزی آمده بود توی واشنگتن، اینجا رسمه توی دانشگاه ها کلاس میذارن درباره کاراشون صحبت میکنن، ریکروت میکنن دانشجو استخدام پیدا میکنن برای کلاساشون. میگن به وقتی که شیطان میگفت که اگه کلاس های شیطنت میخواین بیان اینجا ثبت نام کنید و مثلا واحدی اینقدر و اینها، یه نفر پرسید که کجاست کلاس های شما؟ گفت که من هفته 2 روز میام این پنتاگون و مجلس آمریکا و اینها، هفته 2 روز درسشون میدم، هفته 2 روز میرم توی انگلستان توی مجلس به اونها درس میدم. گفتن 3 روز دیگه کجا هستی؟ گفت هفته 3 روز میرم قم از آخوندا درس شیطنت یاد میگیرم که بیام اینجا درس بدم. درسات ممنونه. دوستان شما هم میتونید پیام بذارید. ببینید من اصلا نمیدونم ساعت 8:44 شب به وقت ایشون بوده به وقت ما بوده نمیدونم، ایشون پیام گذاشته ولی الان قشنگ توی برنامه پیامشون رو پخش میکنید و دیگه اون مکافات های هی بگیم صداتون میاد صداتون نمیاد، آقا تلفنت اگه دیدیم صدا بده خب پخش نمیکنید. ممنونم آقای
منوچهر خان عزیز و ضرب المثلی دارن، میگم اگر میگن اگر چیزی رو دوست داری براش قفس درست نکن و آزادش بذار، اگر اون خاص با تو بمونه نشون میده که اون هم تو رو دوست داره. حالا در مورد پرنده، دوست دختر، دوست پسر، همسر، همش همین هست و صدق میکنه. بازم ممنونم، برای روز جمعه بالاخره یک چیزای خوبی هم رازمه. اجازه بدید من توی یکی از برنامه ها نوشته بودم که چرا ما هم در زمان شاه و هم در زمان شیخ حسرت اروپا و آمریکا و کلن حسرت خارج به دلمون بوده. خانم نیر نوشتن که ما حسرت خارج نداشتیم و ما از بعد حادثه به اینجا آمدیم. من برای ایشون نوشتم شما قبل از انقلاب از ایران آمدید بیرون، چون می دونستم که ایشون بیرون بودن. بعد ایشون نوشت بله اون موقع آمدم تابستون، تا تابستون می اومدم، بعدم برای کلاس اینها. خب سوال من همینه، کشور 7000 ساله پادشاهی 2500 ساله هخامنشی، چرا ما با در به در می رفتیم این ور اون ور یاد می گرفتیم؟ من و شما که دیگه دوره قاجار نبودیم، من و شما که دیگه دوره رضا شاه هم نبودیم، من و شما دوره شاه بودیم. بعد خداییش شما میگید ما حسرت به دل خارجی نبودیم؟ بابا یه چیزی که میخریدیم روش نوشته بود Made in USA، قند تو دلمون آب میشد. همه امیدشون این بود وضعشون خوب بشه، بتونن یه مسافرتی با فامیل و اینها بیان اروپا، حتی اگه شده بیان اروپا، از آلمان یه ماشینی هم بخرن بیان که این ماشینه رو بفروشن خرج سفرشون در بیاد. ببینید به خودمون دروغ نگی. شما همین الان هم اگه میخواستید میتونستید برید یه گوشه ایران زندگی کنید که اصلا آخوند اونجا نمیاد، ولی ما چون خارج رو میدونستیم بهشت برینه، نمیدونم چمنش سبز تره، درختاش پول میریزه ازش، هممون تلاش کردیم خودمون رسوندیم اینجا. در هر صورت برید فیلمای زمان شاه رو ببینید، یک اصفهانی در پاریس، ممل آمریکایی، این تازه الان دو ستایی که من یادمه، چه فیلمای دیگه‌ای میساختن اون دیگه بمانه. آقای مسعود اسداللهی اون دفعه داشت صحبت میکرد، حتی برای فیلم‌های فارسی که میخواستن بدن تو تلویزیون ایرانی نشون بدن، اینا میرفتن توی انگلستان و اینور و اونور فیلم میساختن. و بعد شما برید نگاه کنید ببینید چند تا از این خواننده‌های ما از قبل از انقلاب اصلا خارج بودن. اگه اشتباه نکنم آقای کیه این دوستمون که قدش هم شاهرخ، قدش هم نسبتاً کوتاه هست، ایشون اینجا بوده. خیلی خواننده‌های دیگه قبل از انقلاب اصلا اومده بودن اینجا. من چیزی که میگم ببینید، من شما گفتید این رو اشتباه گفتی، گفتی روسیه، اول روسیه نبوده، اول آلمان بوده. من فوری گفتم شما درست میگی، من اشتباه کردم، عذر میخوام. و وقتی میگی من اشتباه کردم عذر میخوام، اصلا آدم راحت میشه. در صورت که اگر من حالا میخواستم بگم نه من درست میگم، روسیه داره نگهدار میکنه، باید مشتامو اینجوری میکردم، اخممو اینجوری میکردم، قلبمو کثیف کنم، عصبی بشم، ساعت 2:58 دقیقا 2 دقیقه دیگه با آقای افشارها خواهیم بود. اجازه بدید من چون قرار بود دیروز با ایشون صحبت کنم، گویا ایشون دیروز روی اسکایپ با من میخواستن تماس بگیرن، من روی تلفن منتظر ایشون بودم. اینم یکی دیگه از همون مشکلات وقتی آدم خیلی چی داشته باشه نمیدونه از کدومش استفاده کنه. من یه دقیقه این ویدیوی سوربی با مردم رو براتون میذارم تا من اون چیزی رو که دو سه روزه قرار بوده با آقای افشارها بگم در رابطه با ویدیو به ایشون بگم و ایشون رو بیاریم و من هم راحت بشینم مثل شما پای صحبتهای ایشون. پس با ما باشید تا 2 دقیقه دیگه با آقای افشارها برنامه پرپا، یعنی پرسش و پاسخ. اگه پرسشی دارید از ایشون بپرسید به وسیله ایمیل و به ویدیو. حالا من چند بار نشون دادم این ایمیل خیلی هم ساده است، info@kaveacademy.com. شماره تلفنشون ایریا کد واشنگتن و تورنتو اینا فکر کنم 905 باشه، ببخشید کانادا 905 باشه اینه، بعد 737-51-58. پس ببینید این برنامه
بینندگان عزیز سلام به شما، سلام مجدد و سلام به آقای دکتر کاظم افشارا و خوش آمد میگم بهشون. عذر میخوام اگر یک دقیقه ای ما شما رو نگه داشتیم، ولی همون جوری که میبینید الان تصویر آقای افشارها خیلی بهتر، قشنگتر و حیف بود. ایشون زحمت کشیده بود، دوربین عوض کرده بود، سیستم عوض کرده بود. من اینجا حیفم میاد، کسی که دوست داره، علاقه داره، تا اونجایی که میتونیم از این امکانات کم بیشترین استفاده رو یا بیشترین راندمان رو نبریم. من ساکت میشم. آقای افشارها امروز در ایران انتخابات بود، خبرها رو میخوندم، دو تا یکی صدا و سیما آمار گرفتن، یکی مؤسسه آمریکایی گفتن بیش از 60% تا 70% مردم شرکت میکنن، یعنی اونایی که میتونن رای بدن، که من و شما میدونیم توی کانادا رو نمیدونم ولی تو آمریکا هنوز روی 40% هستن. از اون طرف دوستانی که یه مقداری از آخوندا بعدشون میاد، حقیقتا اخبار رو دستکاری میکنن و الا اگه درست نشون میدادن توی محلی هیچ که نبود، توی محلی اگه 300 نفر وایساده بودن نشون میدادن، ما میگفتیم خب دوتاشو داره درست میشه. شما نظرتون چیه؟ بعد ضمناً دوستان پرسیدن که آیا مجلس خبرگان در خارج از ایران میشه براش رای داد یا نه، چون میدونیم مجلس خبرگان پنجمیم و مجلس نمایندگان دهم. من همونجوری که روزم به شما گفتم ما چون اینجا چیزای محلی شیراز فارس اینا نیستیم نمیتونیم رای بدیم، ولی امروز یه نفر من گفت میتونیم رای بدیم. من ساکت میشم، شما در این مورد صحبت بفرمایید. با سلام و درود بی پایان به همه بینندگان و شنوندگان عزیز و همزبانان مهربانمون، خصوصا از جناب عالی آقای سربی برای ایجاد امکانات. قبل از هر چیزی لازم میدونم که بعض حضرت عالی برسونم که به هر حال ما چیزی عوض نکردیم. دوستان و دانش آموزان فارغ التحصیل از کاوه که همیشه محبت دارن ما فرا خواندیم و اشکالات موجود رو که به هر حال بنده خودم هیچ آگاهی در زمینش نداشتم اصلاح کردم و خوشحال هستم که حضرت عالی هم که به عنوان یک فرد کاملا آشنا به سیستم ها هستید، هم مستقیماً و هم غیر مستقیم تایید فرمودید که سیستم به هر حال بهتر شده است. مسئله دومی که میخواستم به عرضتون برسونم مطلبی بود که الان حضرت عالی اشاره فرمودید، یعنی حدود یک نیم ساعت 20 دقیقه درباره زیادت شدن برنامه خودتون. برنامه های عرض کنم که تلویزیون مردم تیوی بسیار بسیار جالب و گیراست، خصوصا قسمت سربی با مردم. اما در مجموع بنده از حضور حضرت عالی این استدارم دارم به عنوان یک بیننده صادق که به عرض برسونم برنامه رو قدری هم از تصورات، تفکرات و ایده‌های خود حضرت عالی هم ما بیشتر مستفیض بشیم، چون این نهایتاً مطالعه و قرائت متونه، ایمیل ها و عرض کنم که اخبار و اینها در مجموع میتواند در دسترس همگان باشه. اون چی که برای ما اهمیت داره شنیدن نظرات بکر و به اصطلاح تراوشات فکری خود مخاطب است که در این مورد شما مخاطب من هستید الان که عرض میکنم، یعنی شنیدن نظرات حضرت عالی که بیشتر مستفیض بشید. از این که تلویزیون مردم تیوی مجبور قشنگی می شود که برنامه هاشو توسعه بده، من بسیار بسیار خوشحال و به اصطلاح سرفراز هستم که در مجموع بینندگان و گویندگان تلویزیون شما هم به حدی هست که ایجاب می کند گسترش برنامه هاتون برای حفظ ساعت خودتون. از جای جای گیتی آقای سربی خیلی خیلی واقعا من به اصطلاح نامه و ایمیل و تلفن گرفتم که من این رو به تلویزیون مردم شاد باش میگم و به هر حال ما داریم از قبل تلویزیون مردم تیوی حسن استفاده رو میبریم، ولی این خبر رو هم به شما بدم که چه خوب بود که به خود حضرت عالی هم یک سیسی به قول فرمایشتون میدادن که ببینید واقعا تا چه اندازه ای حرف حق رو دوستان در جای جای عالم دوست دارن، او یا
حرفای ما که قدری برخلاف موج عرض کنم که مدیایی و این رسانه‌ای حاضر در غرب هست به مذاق خیلی از دوستان در نقاط مختلف خصوصاً امریکا و اروپا اینها من میبینم عرض کنم که جاذبه پیدا کرده و اونها خیلی از تلویزیون مردم تیوی که شما باشید تشکر دارن. البته در کنارش هم به هر حال از بنده که این مسائل رو به حضور محترمشون تقدیم میکنم، همونطوری که آقای سربی مکرر از حضور حضرت عالی درخواست کردم که اجازه بفرمایید همیشه ما برنامه ها رو با یک اصطلاح سلوگانی با یک سرودی برای خودمون شروع بکنیم. هر کس سرودی دارد، هر کس مسئله‌ای دارد. در یک جا عرض کردم بایبل رو مطالعه میکنند و قرائت میکنند، در بعضی جاها قرآن رو، ما هم همیشه با یک قطع شعری به اضافه یک داستان کوتاهی از حضرت سعدی که زینت بخش واقعا تمام اصطلاح برنامه ها میتواند باشد. حالا بعضی ها استفاده میکنن، بعضی ها خیر. خاطرتون هست بنده دو بند از ترجیح بند رو گفتم. دوستان من اینها رو معمولا به علت زیاد استفاده کردن ملکه ذهن است، تقریبا اینها رو من از حفظ میگم، نوشته ای اسطوره چیزی ندارن. اگر خطی اشتباهی میشود عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم که بعد هم در اعتذاریه بعدی عذرخواهی بکنم و اصلاحش بکنم. دو بند اول خوندیم. بند سوم: دوش رفتم به کوی باده فروش، زاتش عشق دل به جوش و خروش. چشم بد دور مجلسی دیدم، میر آن بزم پیر باده فروش. چاکران ایستاده صف در صف، باده خواران نشسته دوش به دوش. پیر در صدر و میکشان گردش، پاره ای مست و پاره ای متوش. سینه بی کینه و درون صافی، دل پر از گفتگو و لب خاموش. همه را از عنایت ازلی، چشم حق بین و گوش راز نیوش. سخن این با آن هنی اندک، هنی اندک همون جمله ایست که دوستانی که به هر حال شارب مسکر هستند و موقعی که نبیذ مسکر میخورند و مینوشند به هم یک جملاتی میگن، مثل که مثلا به سلامتی. هنی اندک دقیقا همان معنای به سلامتی میده، یعنی همون جمله‌ای که شاربان خمر انجام میدن موقع خوردن به هم دیگر میگن. پاسخ آن به این که بادت نوشی، بادت نوش همینی که الان هم محاوره میکنم، میگن نوش برو بالا. گوش بر چنگ و چشم بر ساغر، آرزوی دو کون در آغوش. بعد پیش رفتم و گفتم ای تو را دل قرار گاه سروش. عاشقم درد من ده حاجت من، درد من بنگر و به درمان کوش. پیر خندان به طنز با من گفت ای تو را پیر عقل حلقه به گوش. تو کجا ما کجا که از شرمت دختر رز نشسته برقع پوش. گفتمش سوخ جانم آبیده، با آتش من فرو نشان از جوش. دوش می سوختم از این آتش، با یگر امشبم بود چون دوش. گفت خندان که این پیاله بگیر، ستودم گوهان زیاده منوش. جرعه ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و مهنت هوش. چون به هوش آمدم یکی دیدم، ما بقی همه خطوط و نقوش. ناگهان در سوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. دوستان ارجمند، در بسیاری از این رسانه ها هست که من میبینم از حضرت فردوسی، آن هم نه برای آن که فردوسی عزیز است، نه برای آن که فارسی رو به اون زمان که در حمله عجیب و غریب اعراب بود به روی نیت خودشون زنده کرد، بلکه به آن دلیلی که زیاده از شاه و شاه بازی و رستم میگوید. هزار سال قبل فردوسی، زمانی که خیلی خراب و ناجور بود،
دیده میشد. وقتی که رضا شاه آمد، به هر حال برای بزرگواری شاه و شاهان در آنجا ساختمان کردن و حالا هم تمام آقایان خارج همشون اکثراً و عمدتاً از فردوسی یاد میکنند و گفتار میکنند، چون گفتار درباره حضرت فردوسی به وسیله آن رسانه ها و آن آقایان زیاد هست. بنده هم در همین برنامه مختصر لازم میبینم داستان هایی بسیار آموزنده و عالی از حضرت سعدی رو که واقعا در غربت اینجا قرار گرفته برای آقایان و دوستان بیان بکنم، هر دفعه بعد از شعر هفته که انتخاب کردم. حضرت سعدی میفرماید مردکی را چشم درد خواست، این خواست با خیا علیفه یعنی برآمد، مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت. بیتار دکتر حیوانات رو میگفتم که دردم دوا کن. بیتار از آن چه در چشم چارپای میکند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردن، گفت برو هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، کودکان را بخواد سلطان بکنه، با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رأی منصوب گردد. ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر، ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر. بوریا باف اگرچه بافنده است، کسی اگرچه پسر شاه و این و اونه، بوریا باف اگرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر شما سه صفحه از حضرت فردوسی مون رو مطالعه بکنید، به اندازه همین چهار خط پنخطی که ما از حضرت سعدی خوندیم، علم و دانش و معرفت و کمالات نمی آموزد. به این دلیل هستش که بنده سر تعظیم فرود میارم خدمتی جناب سعدی و همیشه سعی میکنم که زینت بخش به هر حال افتتاح جلساتمون باشه. خوب، و اما جناب آقای سربی، حضرت عالی درباره انتخابات فرمودید. بنده بسیار خوشحال هستم که دل به هر حال دموکراسی پرستان را شاد کرد. بسیار بسیار خبر خوشی حضرت عالی دادید و اخبار خوشی هم بنده از بستگانم دارم. خیلی خیلی هجمه و هجوم افراد بیش از پیش بوده است. چرا خوشحالم؟ برای که این طرفی ها که خیلی معتقد به دموکراسی هستند، میبینم که به هر حال مردم را با عادت خوب رأی دادن که ایدئال دموکرات ها بایستی باشه معتاد کرده، از اون طرف هم به هر حال برای که دلشون خواست از رفتن رأی بدن که افرادی رو که دلشون میخواد انتخاب بکنن. حضرت عالی فرمودید برای مسئله خبرگان تا جایی که بنده اطلاع دارم خیر، فقط حکومت ریاست جمهوری است که در خارج هم باید بگیرن، درست مثل کسانی که میگن امیگرنتن توی مملکت کانادا، میتوانن فقط برای دولت‌های محلی مثلا رأی بدن یا در انتخابات کلیش، یک کدوم اشتباه نگفته باشن. اما سیتیزن ها میتوانن برای مثلا دولت محلی یا نخست وزیر رأی بدن، یک کدومش عرض میکنن دقیق الان خاطرم نیست این مورد. به هر حال اینها به حکم این که در خارج هستن، رئیس جمهور مال کل مملکت و این صحبت ها میتواند باشد و حکومت و هرچه از قانونشونه. ریاست جمهوری تا جایی که اطلاع داریم در خارج انجام می شود، ولی حکومت برای انتخابات داخل اعم از خبرگان و به اصطلاح نمایندگان مجلس خیر، فقط در محدوده داخل کشور انجام می شود. این از اون جریانی که حضرت عالی درباره رأی فرمودی تا جایی که من اطلاع می دارم. بله می بینم شما میگید خبرگان، پس خبرگان درسته نه خبرگان؟ بله
ظاهرا بیشتر خبرگان میگن، ولی حضرت عالی درست میفرمین، بعضا هم خبرگان هم میگن، ولی چون میدونید اینها فارسی فتح و ضمه و کسره و اینهاش، این هم باز اگر به آقایان نمیدونم، نمیگم فارسی پرستان چون ما از اونها هم فارسی پرستنیم، به آقایان جاهل به ادبیات فارسی که برای که خودشون تبرئه بکنن حیز دیگت با لغات متداول عربی در زبان فارسی میکنن، من اینطور عنوانی بهش میدم. اگر به اون آقایون بر نخوره، بله این هم یکی دیگر از ایرادات وارده بر زبان فارسی است که کسی نمیداند گمان درست است یا گمان درست است یا گمان درست است. خب اگرم بخواد که بدونه، مثل که همیشه بایستی یه گرز کنم که مفسری با خودش داشته باشه که بگه آقا این درسته یا اون. از اینطور مسائل ما بسیار داریم متاسفانه در زبان خودمون، چون برحال بیشتر ما خبرگان شنیدیم به این شکل هست. ارزم بودورتون آقای سربی، همونطور که مکررن و در همه برنامه ها اعلام میکنیم، بحث موضوعی داریم ما به عنوان همون استعمار آموزشی و آموزش استعماری و بحث های مقطعی که در خلال هفته به هر حال سوالاتی مطرح میشود و اینها. من ابتداعا تبریک و تشکر دارم از دوستانی که اظهار نظر میفرمایند، انتقاد میکنند و راهنمایی میفرمایند که خیلی کم هستند، و از اونایی که خیلی خیلی بنده رو خوشحال میکنه که حقیقت اقبال کردن به این تلویزیون ارزم به حضورتون که مردم تیوی، و عرایز بنده را هم به نقد میکشن و بعد ما رو تشویق میکنن. از اینجا اعتذار و اصلاحیه ای لازم میدونم به عرضتون برسونم که من در یکی دو جلسه گذشته، مثلی که در باب آقای شفیعی کدکنی هم ولایتی عزیز صحبت میکردم، شعری را خوندم که این منصوب به آقای هوشنگ ابتهاجه، اما روز بعدش همشیر از ایران زنگ زدن که بنده خطا کردم، و به هر حال اون تا تو با منی زمانه با من است که معروف به ترانه هستش، این معروف به آقای ابتهاجه، ولی چون من از بر میگفتم و قبلا هم عرضم به حضورتون در یک مجموعه شعری خونده بودم و به خاطر سپرده بودم، در آن مجموعه شعری کالکشنی بود از شعر مختلف که این که در پشت جلدش بود، من تصورم بر آقای شفیعی بودش که مال جناب آقای هوشنگ ابتهاج است که ایشون هم از فحول شعراست. این عذر بنده را بپذیرن و در نقش ذهنشون در حال اصلاح بفرمایند دوستانی که شنیدن. مسئله سوال دیگری که آقای سربی مطرح شده بود که ناگزیر هستم پاسخ بگویم این بود که یک وقتی درباره مسائل امنیتی و این حرفا در جلسات گذشته که ما صحبت کرده بودیم، یکی از دوستان به من چیز کرده بودن، ایمیل کرده بودن که آقا شما منظورتون این هستش که مثلا سازمان امنیت نباید باشه، یا مثلا کارمندان سازمان امنیت مثلا زیادتی هستن، بیمورد هستن. ابدا دوستان عزیز، هیچ گنجشک مغزی اعتقاد نخواهد داشت که یک مملکتی که بخواهد از ثبات امنیتی و سیاسی برخوردار باشه بخواهد ضدیتی با تشکیلات امنیتی کشورش داشته باشه، مطلقا اینطور نه. مطلقا بسیاری از برادران خواهرانی بودن که در تشکیلات همان سواک زمان شاهکار میکردن، درست کردار، درست گفتار، درست پیما، همه اینها بود و وجودش هم ضرورت داره. از همان شخص امنیتیش به نام پرویز ثابتی بگیری تا همان نصیری تا غیر ذالک، همه اینها میتوانستن منشأ خدمات که کما اینکه بودن، اینه انکار نمی کنه انسان، اون چی که انسان در نزاع داخلی در انتقاد داخلی ما به این حضرات گوشزد میکنیم افراط و تفریطی است که در مسائل میکردن، این میره زیر سال. اگر نه وجودش ضرورت داره، خانم ها آقایانی که در اونجا کار میکردند و میکنند بسیار هم خدمت عالی میکنند و میکردند، هیچ تردیدی در اینها نیست. بحث ما در افراط و تفریطی بوده است که در این مجامع و در اون کارها شکل میگرفته. اعتراض بران است. در اینجا لازم میدونم من یک نکته رو
به یاد دوستان بیارم که داستان معروف مولیر هستش. میگه دو تا سگ داشتن به همدیگر میپریدن، گرگی وارد این معرکه شد و هر دوی اینها بلند شدن به کمک هم شتافتن و گرگ رو مغلوب کردن، میخواستن بکشنش. گرگ گفت آقا اجازه بدید سوالی بکنم، مگر نه این بود که شما دوتا اینطور پریدید به هم و میخواستید واقعا یکی دیگری را بکشید؟ خب میگذاشتید من یکی تونه میکشتم، اون یکی خوشحال میشد تا وقتی هم که من مشغول خوردن و کشتن بودم در میرم. داستان مولیر میگوید که سکا جواب دادن خیلی اشتباه تو در همینجاست، ما جنگ همجنس و به اصطلاح مبارزه متجانس داشتیم با همدیگر، تو غیر ما هستی، تکلیف تو رو تعیین میکنیم، آنگاه دوباره باز ما ادامه میدیم به جدال خودمون، نگران نباش، تو غیر ما هستی. اگر ما به سازمان امنیتی، به ساوامایی، به کسی ایراد میگیریم، نه آن است که بر آن هویت و بر اون تشکیلات ایراد داریم، به صورت یک نفر شخصی که میگیم آقا یک روز، یعنی آقای پرویز ثابتی دانشجو بود در دانشکده حقوق بود، یک شخصی بود مثل همه افراد دیگر، آمدی شدی این کار، هر عمل خیری که انجام دادی سلمنا، بسیار عالی، وظیفه بوده برای مملکتت کردی. اگر انتقاد داشتند و داریم به آن افراد و تفرید هایی هست که شده بود. این هم پاسخ اون عزیزی که سوال فرمودن که آیا با تشکیلات منظورتون؟ مطلقا عرض میکنم هیچ گنجشک مغزی این رو نمیپذیره که یک مملکتی از سازمان امن بخواهد خودشو محروم بکنه. در رفتار است، در سوء استفاده هایی هست که متاسفانه اینها هم پیامد قدرت زیادی است. انسان زمانی که قدرتمند خودش رو احساس کرد و قدرتی داشت، مرتکب این مسائل خیلی انسان بایستی پخته و جوانبخت و روحش به اصطلاح متعالی باشه که اون قدرت ها نتواند اون رو چیکار بکنه، مسئولش بکنه و مخورش بکنه، که متاسفانه خیلی خیلی اینجور افراد کم هستند و اگر باشند شهره آفاق میشوند بوسعید ابوالخیر، میشوند بسطامی، میشوند حسن منصور حلاج و غیر ذالک. اونها کسانی هستند که قدرت دنیوی به هیچ روی نمیتونه اینها رو غالب و مغلوب بکنه. این هم پاسخی در به اصطلاح سؤال اون دوست عزیز فرهیخته‌ای که برداشت شاید نادرستی از عرایض ما کرده بودن در اون زمینه ها که توضیح دادم. و اما مسئله ارزم به حضورتون که اصلی ما آیه سربی که مسئله آموزشی باشه، در این رابطه یکی از دوستان، نه یکی، چند نفر از دوستان سوال فرمودن، اون سوال نهایی رو که ما بخوایم پاسخ بدهیم، گفتن آقا شما آلترناتیوی هم دارید که در علیه نظام آموزشی فعلی جهانی صحبت میکنید؟ گفتم سبحان الله، امکان دارد کسی مسئله این مطلبی را بگوید و جایگزینی در ذهن نداشته باشد؟ گرت از سر حق تا آگاهی، تهمت کافری به ما مپسند. مطمئنن اینطور است که اگر جناب سربی یک مسئله ری بیاد به انتقاد بگیرد، مسئله گفته باشد، خب باید آلترناتیو داشته باشه براش، باید جایگزین داشته باشه. در اینجا هم جناب سربی مسائلی که من درباره به اصطلاح کلونیزیشن آموزشی صحبت کردم، یک نوع به اصطلاح توهم یا یک نوع به اصطلاح قضاوت نادرستی در شنونده، شاید به دلیلی که من هنوز کاملا وارد بحثش نشدم، درشون ایجاد شده است که من ناگزیرم الان پاسخ بگم به این مسئله. آری دوستان عزیز، اگر ما با آموزش استعماری سر جنگ داریم، به این ملاحظه است که معتقد هستیم اولین چیزی را
که دولت ها باید به پرایویتیزیشن و به اصطلاح چی میگن استعاره ایرانیش میشه بخش خصوصی و خارج از تسلط دولتی قرارش بدهن آموزش و پرورش است. مطالعه بر روی این بسیار شده است که ما به اضافه نظرات و تجربه خودمون ظرف زمان درازی که در این مسائل بوده ایم اینها رو روی هم همکاسه کردیم و به صورت نظری خودمون داریم به خدمت دوستان بیننده و شنونده که مطمئنن فرهیختگان و استادانی در بین آنها هست مطرح میکنیم که اگر ما در اشتباهیم لطف بفرمایید رهنمود بدن، اگر درست است توضیحش بکنند. جناب آقای سربی، بینندگان عزیز، مسئله استعمار یک مسئله است از نظر منطقی و فلسفی زوجنبه، درست مثل کلام حق. وقتی میگن حق خودش یک لغته، وقتی میگن حقوق یا حق داشتن، این دو عنصر میخواد که باز چون من تعبیر فارسی براش ندارم باید اول مفهوم منطقیشو بیان بکنم و بعد تفسیرش بکنم. من له الحق و من علیه الحق. حق اینطور مطرح میشه، شما اگر بگید حق یعنی راستی درستی عدالت هرچی که تفسیر دارین در ذهنتون، وقتی میگیم حقوق بشر یا حق این آقا، بلا فاصله این دو جنبه باید وجود داشته باشه. من له الحق و من علیه الحق. حق با که هست و چه کسی آن حق را میخواهد قصدش بکنه. اینو میگن در واقع زو جنبه، جنبکین دو جنبه داره. وقتی ما میگیم استعمار خودش خب طلب امرار آبادی و این حرف هاست. ما حتما باید بدانیم که این زو جنبه چه هست، چه هست. خیلی این از نظر منطقی مفهوم داره. وقتی ما میگیم اینا مستعمره هستش، چه کسی میتواند ارکنم مستعمر باشه، چه کسی مستعمره. هندوستان رو که انگلستان گرفته بود، انگلستان مستعمر بود، هندوستان مستعمر بود. زمانی که ما میگیم آموزش استعماری یا استعمار آموزش، در اینجا دولت هایی که به نیات و به قرض آمدن و آموزش رو گرفتن شدن مستعمر، یعنی استعمار کننده آموزش. و خود آموزش که فرهیختگی میاره، عالم شدن میاره، این شد مستعمر. یعنی دولت ها با توجه به سیاست های خودشون، کتاب های درسی، یعنی چیزی که باید به عنوان خوراک علمی به دانش آموز بدهند رو خودشون طراحی میکنند. دانش آموز، من نمیگم دانش آموز، بایستی بگیم اون کسی که داره آموزش میگیره ناگزیر است چیزی را بگیرد کانا گفتن. به این دلیل است که جلوی جهش های واقعی علمی رو میگیرن اینها. خانم ها، آقایان، پیشرفت تکنولوژی رو نگذارید شما به پای مسئله علم عالمی. اگر میبینید اینها پیشرفت پیدا میکنن، به ملاحظه سودجویی است. بنده به جرأت میتونم بگم، خود شما همینو قبول دارید که در مجموع انسان حاضر رو در نظر بگیرید، قرن علمی الان رو در نظر بگیریم، زمانی هم که پاستو، رامون کوخار و دیگران توانستن کشفیاتی بکنن، اون زمان رو در نظر بگیرید. الان تا میتونن انواع دارو درست میکنن، نه برای بهبودی افراد، برای سودجویی بیشتر. من اعتقادم بر این است که آموزش، دانشگاه لازمه، دبیرستان لازمه،
تسلط دولت ها بر اینها زیر سوال ماست. چون یکی از دوستان جناب سربی دوست که های افشارها شما میگید آقا دبیرستان یعنی نباشه، گفتم آقا چرا اینقدر سطحی روی مسائل ما فکر میکنیم و تصمیم میگیریم؟ اصلا این مکتب و مکتبخانه به دانشگاه الان در کشورهای هستن که بهش میگن مکتب جامعه. توجه داشته باشید مرکز آموزش یعنی آموزش دادن و آموزش گرفتن چیز تازه این نیست که ما بگیم آقا این در دانشگاه ها خلاصه میشه. هزاران سال بشر این مکتب و مکتبخانه رو داره، حالا هر زمانی به فرم خودش. اگر آموزش آزاد باشد، اگر از استعمارگری دولت ها خارج بشود که اینها برای رأی گیری برای الغاء سیاست های مرموزانه و مخفیانه خودشان در انواع مختلف دروس، در ریاضی نمیتونن سیاست داخل بکنن، در فیزیک نمیتونن سیاست داخل بکنن، میتونن جلوش بگیرن که میگیرن. به چه عنوانی میگیرن؟ یک دانش آموز از تا 6 کلاس ابتدایی که لیترسی هستش یعنی سواد خوندن و نوشتن، این رو اوکی دولت ها باید اجبار بکنن و نظارت هم بکنن، فقط و فقط برای خواندن و نوشتن مختصری هم ریاضیات که لازمه حیات اقتصادی جوامع بشری است. از کلاس پنجم ششم یعنی از سن 10 و 12 سالگی بگذارن هر کسی با آن رشته تمام که مایل هست برود، تمام خانم ها و آقایان دبیر و معلم چه ایرانی چه غیر ایرانی با این سوال دانش آموزان مواجه شدند که آقا ما میخوایم بریم مثلا پزشک بشیم، ما چه کار داریم به درس عرض کنم ادبیات، چه کار داریم به درس مثال فلسفه که باید اجبارا بخوانیم، یا من آقا میخوام برم ادیب بشم، به من چی که فرمول فیزیک چی هستش؟ تمام خانم ها و آقایون و معلمین به این سوال واقع بینانه دانش آموزان برخورد کردن، حالا کم یا زیاد. چه جوابی دولت ها به اینها دارن؟ میگن نه تو باید این تاریخ رو دو واحد بگذرونی تا ما آن مقالاتی که میخوایم، قائله جنگ دوم، قائله هولوکاست، قائله جنگ اول، اینا رو بگذاریم تو و تو بخوانی. جناب آقای سربی، استعماری مذمومتر، زشتر، بدتر از این استعمار آموزشی من ندیدم، هیچ کس هم ندیده. فقط اندیشه کنید بین خود و خدا ببینید چه حالتی پیش میادید. اگر آزاد بگذارن در یک محوطه علمی، در یک جا و مکان علمی به هر اسمی، هر شخصی به آن سویی می رود که تمایل دارد. خب اگر یک کسی هم میلی اصولا برای درس خوندن اضافی بعد از اون لیتراسی و بعد از اون شش کلاس، خب از رسانه ها اخبار را می گیرد، اطلاعاتی که دلش بخواد می گیره. محدود کردن مجرای آموزشی برای معلم و متعلم بزرگترین خیانتی است که به سرکردگی غرب، خصوصا یک کشور به خصوص که جناب آقای پزشک زاد کاری کرده که وقتی بگن اونها، ما اون رو میدونیم. اولین دبیرستان به سبکای جدیدی که شما ملاحظه میکنین سال 1840-1850 حرفا در انگلستان و در لندن افتتاح شد. اصلا این سیستم به اصطلاح دبیرستانی به این شکل رو بیا بهت قاب بدیم و بگیم شدی ششم و شدی دوازدهم، اینا خیلی تازه است آقا، خیلی خیلی جدیده. دانشگاه همونطور که مکرر عرض کردم 1000 سال پیش ما نظامی بغداد داشتیم، سعدی افتخارش این بود که در اونجا بود. مطلقا این دانشگاه ها و این دبیرستان ها تحفه غرب نیست که ما خیالمون برسه اگر کسی دیپلم نداشت، اگر کسی لیسانس نداشت، اگر کسی چین نبود، اصلا یک کاری کردن که واقعا یک نوع تبعیض نژادی ایجاد کردن بین افراد.
آقا جون امروز سربی ممکن است 50 برابر یک نفر آدم پیشتی دار در رشته خودش اطلاعات داشته باشه. من اعتقادم بر این هست که دوستان یک طرحی آقای سربی حدود 30 سال اگر اشتباه نکنم، نه بیشتر باید باشه، 40-45 سال قبل، چون حدود 25 سال قبل میگفتم 20 سال قبل 15 سال قبل، به نام طرح شاپیرو. شاپیرو اعتقادی شبیه نظرات ما، ولی اون معتقد به چیز دیگری بوده است، برای امتحان نهایی و این حرفا که میگفتن اونجا داده بوده است و این حرفا، ولی دولت وقت به سرعت اونو با دادن پست معاونت وزیر کشوندنش دولت، و خب به هر حال وقتی میشن کارمند دولت میدونید اون هم در سیستم های خیلی خشک اداری غرب دیگه باید بشوند مطیع و حرفایی رو بزنن که دیگه در سیاستشون یا در حزبشون تایید میشوند. به اصطلاح خود ما یعنی خفقان، با یک حقوقی که میدن یعنی خفقان، بگیر آقا جان همین کارایی رو بکن که ما میگیم. البته خورد خورد یارون اونطوریش میکنن، اول معاونش میکنه، بعد میگه حالا نظرات تو بده، بعدم کم کم میگه نظرات اینطوری بده، بالاخره میگه همونی که میخوام. آقایان آزاداندیش، آقایان حقوق نابگیر، خانمهای متفکر، در روی نحوه سیستم آموزشی اندیشه کنید. همین مشاغل باقی میمونه، معلم کارشو میکنه، مدیر کارشو میکنه، اما آموزش را هر کسی به نحوه تفکر، یعنی هر کس که میگم یعنی هر به اصطلاح محبته آموزشی با نظر خودش ایجاد میکنه، ایجاد رقابت سالم میشه، قلب تلاش داره همه را غالبی کنه. در یک استان اونتاریوی 10 میلیونی میگوید آقا ریاضی همین رو میگیم که تو بخوا، ادبیات و تاریخ و جغرافی و فلسفه و منطق همان را بخوانید که ما میگوییم. این در پاسخ دوستانی است که جلوتر از اینی که ما نتیجه گیری و جمع بندی بکنیم مسائلمون را از ما سوال کردن که آقا یعنی شما میگین دانشگاه جمع کی میگه؟ آقا شخصی با مغز گنجشک هم چون این حرفی رو نه میزنه نه میزدن، در قدیم هم نبوده این حرفا. این همه علامه از اول تاریخ تا الان که هنوز روی فلسفه ارزم به حضورتون که فلسفه قدیم تمام استقص و پایه‌گذاری این فلسفه جدید به همونها برمیگرده، اونا مگر این سیستم ها رو داشتن؟ توجه داشته باشن دوستان در پیشداوری و قضاوتی که میفرماین تهمت کافری به ما مپسند، گرت از سر حق آگاهی تهمت کافری به ما مپسند. ما نظرمان آن نیست که یک کشور سازمان امنیت و امن نداشته باشه، نظرمون این نیست که اگر میگیم آقا به استعمار کشوندن آموزش بیچاره را، منظور آن باشد که آقا نظام آموزش جمع کردن، آموزش یعنی چی، کتاب یعنی چی، دانشمند یعنی کدام. خیر، نظام آن است که تمام این دولت ها که نهایتاً قبل از اینی که بخوان اینها ضامن صحت و سلامت جامعه و مردمشون باشن هیچ تعارفی در این مورد نداریم، چون تفکر شیطانی است، چون اعتقاد روحانی نیست، چون واقعیت مسئله اینها فقط در لفظ میگویند که ما داریم خدمت برای شما میخواییم بکنیم. ابداً اینطور نیست آقا. درست است که آقای کلینتون و آقای بوش و این و اون اینها دزد نیستن وقتی سر کار هستن، اما اتوماتیکلی این قدرت کاری میکند که بعد از اینی که آقای کلینتون تمام کرد دیگه حالا یک نطق من میکنم 400,000 دلار میگیرم. تفاوت نمیکنه آقا، سوء استفاده از این قدرت یکی مستقیم است یکی غیر مستقیم. آره کسی هم که نتونه، اون بیچاره کارمندم که یه جای نشسته میگه آقا به من 10,000 تومان 100,000 تومان رشوه بده این کار رو برات میکنن، اون هم سوی استفادهش اینه. فکر خدایی و بنده خدایی نیست. ما نباید گولی این مسئله رو بخوریم که بگن آقا به حیوان ما اینجا میرسیم، اون وقت به آدم شما ها نمیرسیم تو مملکتتون. دروغ آقا، چه دروغی از این بالاتر؟ منشأ تمام این قتل و قتال هایی که داره در جای جای دنیا میشود به تصدیق خود اونها
تمام اینها خودشون تولید میکنن. انگلیس میگه امریکا، امریکا میگه فرانسه، فرانسه میگه روس، روس میگه چین. خب خودشون که مشت خودشونو باز میکنن. ما این رو ببینیم که شما میگین ما به حیوانات من هم رحم میکنیم، شما شاید رحم بکنید افرادتون، ولی به افراد خودتونه دیگه. بچه سوریه‌ای، بچه لبنانی، بچه افغانی، بچه ارز کنم که ویتنامی، اینها نه، اینا اگر 100,000 تن رفتن، رفتن دیگه، باید منافع تامین بشه. بنده اعتقادم بر این هست که بدون دخول ماهوی به مفاهیم سیاسی، که من نه از اینی که بگم اطلاعات نداریم، نه از اینی که بگیم واهمی داریم، از این که کثیف‌ترین کاری میدانم که دارن انجام میدهند. اگر نه سیاست خودشم علم بسیار جالبی است، علم سهل‌ترین و راحت‌ترین راه رسیدن به مقصود. حالا باید این سیاست شیطانی است که هست، یا سیاست ملتی، من حتی نمیگم خدایی، مردمی است که دارن انجام میدن. اینجا ما آقای سربی مطلع هست، نیک رئیس جمهوری بود در یک از این کشور، اگر اشتباه نکنم همین امریکای جنوبی بود، یک فولکس واگن قرازه ای داشتش و همیشه هم خود، یا حتما باید اینو به دست بیارم، فکر کنم آرژانتین بود، فکر کنم. به نظر من آقا رئیس جمهور شما میدیدین واقعا انسان اشکش در میامد که خدایا اینها رئیس جمهورن یا اون افرادی که نگاه میکنید میبینید برای یک سفرشون باید اقلن 500-600 میلیون دلار هزینه کنن که آقا محفوظ بمانن. آقای هرچی دست پرش اگر تیری زدن افتادن تو، مگر کندی که کشتن طوری شد، ده دقیقه بعدش که دیگه جاش گرفت. این پول من تکس پیر رو باید پرداخت کنم آقا. اون یک رئیس جمهور. آقای سوربی، من در ابتدا گفتم من برنامه پرپا، پرسش و پاسخ، تلاش داره به اندازه خودش افراد رو به این شعر معروف حضرت مولانا، ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای، ولش کن، دو سال میکنن دوزی، خاک شدی رفتی پی کاره، اندیشه هست که میمونه. به اندیشه وادار بشیم، بگین آقا واقعا اگر این طوری آقا ما چرا به مردممون، به ملتمون، به نمایندمون، به اینمون، به اونمون نگیم آقا چه سیستم آموزشی که شما درست کردین؟ کوغونه میکنن یک مش مسائلی رو که تازه بعدم میگن آقا اینقدر نمره آوردیم ما بهت فلان میکنیم، حالا بیا برو بشه دیپلم، حالا بیا برو بشه سیکل، حالا بیا برو بشه لیسانس و فوق لیسانس. این در پاسخ دوستانی بود که فرمودن که آقا شما آلترناتیوی دارین؟ داریم، ولی خب به هر حال این توضیحات داره ابتداعا که انسان بگه آقا اینا معایبش چیه که ما داریم دوستان ما حسن تجاربمون رو در اختیار این آقایان، اگر کس خیرخواهی در این دولت ها هست بهشون بگیم چرا اینقدر بودجه رو شما صرف میکنیم؟ 18% از بودجه آموزشی، از بودجه کل دولت رو نگاه میکنیم میگن به آموزش داریم اختصاص میدیم. میلیون ها دلار خودشون اقرار میکنن که به بطالت صرف میشه، کاغذایی که همه اینها بایستی از بین برود. اگر یک جامعه و یک مکتب، یک دانشگاه، یک محوطه آموزشی خصوصی باشد، میداند چه بگوید که بعد در رقابت کلی که تحت نظر دولت بخواد یک کنکور سراسری، نه کنکور سراسری، یک آزمایش سراسری بگیره که بگه حالا من دیپلم دولتی بخوام به شما بدم، در اونجا بچه‌هاش بتونن بهتر موفق باشن. هیچ لزومی هم نداره که ما بگیم همه درس‌ها رو همه یک نوع بخونن، نه، هر کس طوری که دلش میخواد، لازم میبینه، فلسفه آموزشیش اجازه میده، اون مکتب، مکتب خانه، دانشگاه، هر چی اسمشو میزنید، من بهش میگم محبته آموزشی، مختار باشن در دادن اونها. من اصلا نمیخوام آقا تاریخ رو درس بدن، بس نداره تاریخی که سر تا سرش میخواد دروغ باشه، سر تا سرش میخواد مزخرفات باشه، سر تا سرش میخواد عرض کنم منعکس کننده سیاست، سیاست مداران عرض کنم خونخوار باشه، چه خوندنی داره؟ یکی دلش میخواد میره خودش میخونه. بنده دلم میخواد همش تلویزیونم روی گفتار عرضم به حضورتون که مینسترهای کلیساها باشه، انگلیسی و علم و معرفت هم جاد بشه، یکم دلش میخواد همش روی عرضم به حضورتون که رقص و رقاصی باشه. چطور شد در همه این مسائل شما میگین آقا به بخش خصوصی این چه رمزی است؟
دلتون برای مردم میسوزه، میترسین مردم جاهل باشه. آقا درس خوندن و آموزش عمومی یعنی همونی که انسان ها بتونن خوب بخونن خوب بنویسن که در 6 سال 5 سال این مقدار تو هم یک سال هم یاد میگیرن. ما هم این بالا در 5 سال 6 سال دولت نظارت کن لیتراسی رو بده، بعد مردم از میدیا، از روزنامه، از تلویزیون، از گفتار خودهاشون چیزی که بخوان یاد میگیرن. اونهایی هم که بخواهند عاشقان علم باشن جلو بروند، در رشته ای که مشتاق هستن انتخاب میکنن و جلو میرن. بنده صمیمانه از همه دوستان من جمله از خود جناب آقای سربی و دیگران خواهش دارم، چون شما هم در امر آموزش هم آقای سربی تجربه داشتید هم در حال فرهیخته میتوانید باشید در این مسائل، بحثی نیست. اگر سوالی موردی باشه چون اینها در مجموع بعد به صورت یک تز به جاهایی که لازم باشه ما ارائه خواهیم داد در خاتمه این مباحث، انتقادی، ایرادی، سوالی اگر هست مزایقه نفرمایند تا ما هم توضیح بدهیم، بیشتر تبیین بشود، روشن بشود، اگر انشالله به نتیجه مطلوب بخواد رسیده بشه و مشخص بشود که واقعا این مستعمرین دولتی مستعمر آموزشی بیچاره رو در چنگالشون گرفتن 200 سال 150 سال هست، شاید بتوان لااقل تا حدود اون رو چکار کرد نجاتش داد. این مسئله بود که من در خصوص بحث موضوعی چون مدتی بود که در مجموع صحبتشو نکرده بودم لازم دیدم چون سوالات زیادی هم دربارش بود انجام بدم و صحبت بکنم. و حالا آماده هستم آقای سربی که اگر که سوالی نظری دارین بفرمین در این 7-8 دقیقه باقی مانده، اگر هم نیستش که من یک مطلبی که هم به ریاضیست هم به صورت خیلی جالب خواهد بود تصور میکنم از حضور دوستان خواهش میکنم یک کاغذی قلمی اگر داشته باشن، چون فقط ضرب و تقسیم ساده است ولی خب ممکنه وقتی حضور ذهن نباشه آماده بکنن یک به اصطلاح مطلب جالبی رو در مقدمات ریاضی بگم که ضمناً خوب هم خواهد بود، قشنگ به نظر من جالب هم خواهد بود. بسیار ممنونم چون برنامه شما حالت اطلاعات عمومی داره درباره اون رئیس جمهوری که صحبت کردید، من اشتباهاً گفتم آرژانتین، ایشون رئیس جمهور اوراگوئه است. بعد نوشته که فقیرترین رئیس جمهور دنیا که ماهیانه حقوقش 12500 دلار هست، یا ننوشته واحد شده، نوشته 90% پولش رو میده به انجمنهای خیریه و فقط 1250 تا استفاده میکنه. اینجا حالا باید از خودمون بپرسیم که آیا این واقعا فقیرترین هست یا حقیقی؟ من دارم نوشته شو نوشته فقیرترین از نظر به اصطلاح مالی و امکانات و جوجرا و غنیترین. بله 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 فرما شما درست، غنی‌ترین رئیس جمهوره. خجالت بکشن این هایی که این حرکاتی را از خودهاشون در میارن فقط برای اختناق و سرکوف زدن هرچه بیشتر به مردم زحمتکش و مردم عادی مملکتاشون از صدر تا ساقه. قبول دارم فرمایش شما، البته ناگفته نماند که همون ثروتمندا دنبال این هستن که فولکس واگن ایشون رو بخرن به مبلغ 1,000,000. حالا یا واحد پول اوراگوئه است یا در صد. ممنونم، اینو نشون دادم عکسش رو، من سراپا گوش و چیزم آوردم که به اصطلاح خودکار و کاغذ هم آوردم که اینجا یک چیزی هستش که درباره این بایستی عرض کنم براتون. عرضم به خدمتتون که آیه سربی سال مطلب دیگه ندارین شما؟ نه من خودکار حاضر کردم ببینم اون ببینید آقای سربی بفهم. یک وقتی شما میخوای سن یک کسی رو کشفش کنی یا بهش بگی خوب؟ بله. این قشنگ نیست که ما بپرسیم آقا سن و سال چقدر مثلا، ولی با یک زیرکی شما میتونید این مسئله رو به طوری که برای خود طرفم خیلی جالب باشه درش بیاری. شما یک سنی از یک کسی رو در نظر بگیری، از خودتون، از برادرتون، از فرزندتون، از هر کسی میخوای، هیچی هم به من نگید، فقط من چند تا کار میکنم و بعد شما به بنده بفرمایید که به اصطلاح این رو بایستی چه کرد، یعنی چند تا کار رو من میگم و شما باید انجام بدید.
در نظر گرفتیم قربان؟ بله بله بفرم. عرضم به حضورتون که سن یک شخصی رو در نظر گرفتیم، حالا هرکی به این سن در عدد 4 ضربش کنید، ضرب کردیم؟ بله بله. به این عدد حاصله که به دست اومده عدد 10 رو اضافه کنیم. بله. خب یک عددی به دست اومد، این عدد در 25 ضربش کنید. از این حاصلی که الان تو دستتون اومد عدد 365 یعنی تعداد روزهای سال رو ازش کم کنید، منها کنید. معلومه. کردیم؟ اجازه بدید. خواهش می‌کنم. من باشم حساب سالم کنم یک کمی با 5 بله کرد. به عددی که الان به دست آوردین 115 رو اضافه کنید. جمعش کنید. بله. حالا تو جیبتون هر چی سنت خورد دارید از 0 تا 99 سنت، هر چی پول سنت خورده دارین به این عدد چی کار بکنین اضافه کنین. 10 سنت دارین، 27 سنت دارین، 45 سنت دارین، هر چی. کردین؟ حالا عددی که الان به دست آوردین اون دو رقم سمت چپش سن طرفه، دو تا عدد رقم راستش هم سنت طرفه که تو جیبتون بوده. آها درست گفتن؟ بله درست شد. ولی خب حالا اشکال از اولش پیدا میشه که ما اینجا اون عدد رو ضرب کردیم، ضرب در 4، ولی شما گفتید اگر سنش رو نمیدونیم با این نه کار. نه من ببینید، من که نمیدونم، من که هیچ از شما ندونستم که. آها. من عرض کردم شما یک سنی رو در نظر، یک عددی رو، یک سنی رو در نظر بگیرید. بله. من میرم در یک شهرستانی، در یک دهی، در یک جایی میگم بابا من سن شما رو میتونم بگم ولی چند تا کار میگم بکنی؟ میگن یا علی بگو بابا شما، من که سن شما رو نمیدونم. میگم شما پیش خودت ضرب کن، تقسیم کن منها، مگه من چیزی دیدم از شما؟ آها نه فهمیدم حالا چی میگی. بله چطور شد حالا من گفتم که شما درم از سنتون؟ بله بله. حالا اگر جلو خودم انجام میدادید بعد میگفتید اینقدر، میگفتم خب حالا پس سنتون من میخوام. من خیلی زود توضیح بدم، من سن خودم رو نوشتم 60 ضرب در 4 240، 240 به اضافه 10 250، 250 ضرب در 25 شد 6000. 6250 خب بله، منهای 365 شد 5885، به اضافه 115 شد همون 6000، به اضافه 15 سنت هم که تو جیبمون بود شد 60015. ضمناً آخر ماهه و ما 15 سنت بیشتر تو جیبمون نیست. دوستان اگه میخوان تلویزیون مردم رو حمایت کنن حمایت. بله شد 60015، 60 دو رقم سمت چپ سن منه و 15 هم اون بله. سنت هایی که تو بله. جیبم بود. بله جالب بود دیگه. نه بله بله آره، این دیگه به هر حال یک وقت آدم بخواد یک جایی به هر حال یک مزه یک جوکی گفته باشه، جوکی علمی یک به حساب تردستی کرده باشه، به نظر من بد نبود برای که تنوعی داده باشید. بنده این رو عرض کردم که در مجموع صحبت کم از به اصطلاح معجزات ریاضی گفته باشید. بسیار ممنونم. خب آقای افشار ها ما با آخر وقت رسیدیم. بله. اجازه بدید من همینجا به دوستانی که امروز شکایت کردن که بله. برنامه ها توی هلند و توی آلمان قطع و وصل میشه بگم. آره یکم شده بود. آره میخواستم بگم من آره. بله بگم خدمتتون چرا. من امروز سرعت رو بردم روی 1000 به جای 500 و 300 و اینها که کیفیت تصویر بهتر بشه و این آزمایش خوبیه. اتفاقا دوستان گاهی وقتی مودم هاشون رو خاموش روشن کنن تا همون میگیم دیگه، میگیم مثل لیف و حمامه، لیف و صابونه، هر هفته بزنن. بعد گاهی وقتی ضرب المثل داریم تو آمریکا میگن چرخهایی که قیچ قیچ میکنه گریس میخورن، توی فارسی هم داریم تا نگریت طفل کی نوشد لبن. گاهی وقتی زنگ بزنید تنبل نشید، با شرکتایی که بهتون اینترنت میفروشن
یه زنگ بزنید بگید که مثلا من ویدیو رو نمیتونم خوب بگیرم، اونا سرعت ها رو میبرن بالا. حالا دلیلی که همون اول نمیبرن بالا چیه؟ اونا تا موقعی که شما شکایت نمیکنی سرعت ها رو هی میارن پایین تا صدای شما در بیاد. در اصل من اونو برمیگردونم که دوستان گله نکنن، ولی آره روی چند دفعه پیش آمد کرد. نه دلیلش اینه، دلیلش اینه که حالا ویدیو رو بعدن اگه نگاه کنید کیفیت ویدیو و آدیو اینها میتونم بگم 25% از برنامه قبلی بهتر شد، چون اینا همه عدد و رقم دیگه. اون موقع 750 بود، الان 1000 کیلو بیت پر سکند. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دوستان اگر صحبتی، سوالی، نظری داشتید با شماره تلفن آقای افشارها 905 737 5158 یا ایمیل ایشون info@kaveacademy تماس بگیرید و لازم نیست من رو هم سی سی کنیم مگر اینکه دلتون بخواد. خیلی ممنون. من تبریک میگم آقای چی به شما. خیلی خیلی من چی گرفتم حالا یک وقت حضورم ببینم تو نشون میدم. خب خدا رو شکر. آره من تبریک میگم به شما و خوشحال هستم که برحال تحت نظر حضرت عالی این تلویزیون برحال پیش از شایانی داره میگیری. ممنونم از شما. برای شما روزتون بخیر. خدا نگهدار، روز روزگار و شما خوش. خب دوستان عزیز با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. برنامه ایشون میبینید که ضمن اینکه اطلاعات عمومی میدن درباره چیزهای مختلف صحبت میکنن، امروز یک جنبه تفریحی هم داشت و این کار بسیار لازمه. من یادم آقای حکیم لاهی معلم نازنینی که کلاس پنجم داشتیم و همیشه یه چیزایی رو به عنوان مسابقه و اینها میذاشت، اون خستگی کلاس رو از تن ما میبرد. اگه برنامه من رو دنبال کرده باشید میبینید که گفتم معلمای خوب هستن که اسماشون همیشه یادمون میاد. من کلاس ششم هفتم بودم، ایشون معلم ما بوده. مثلا ممکنه ما 20 تا 30 تا معلم دیگه داشتیم اسماشون یادمون نیست، ولی این آقا چون به ما راهنمایی میکرد میگفت پولتون رو ندین این آشغالایی که دم مدرسه میفروشن، امروز اصل به مادرتون بگید پول فردا رو به من بده، بگیرید کشمش ببرید خونه تمیز کنید تو آب بریزید. بعد یادمونم میداد میگفت حجمش زیاد میشه فردا که میخورید پر انرژی اینها. در صورت ممنونم، آقای افشارها هم معلم هستن، دبیر هستن و از این بابت بسیار خوشحالم که در تلویزیون مردم حضور دارن. از شما بینندگان تقاضا میکنم همین الان دیگه بریم برنامه آقای حسن ارشاد رو هم ببینید از ایران. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.